واحد 400 ترورهای برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هوریه قرداغی گویش نسیم تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف, آوای بوف منصور حقیقتبور شکنجگر و قاتل علی اکبر قربانی سرتیب پاسدار منصور پور از همان ابتدای انقلاب به کمیته ها پیوست اوایل انقلاب مدتی محافظ حجت الاسلام میرنقی قاضیپور رئیس دادگاه انقلاب اردبیل و سراب بود که دهها نفر را به عنوان قاضی اعدام کرده بود همچنین بعدها برای پاداش این جنایت منصور حقیقتپور نماینده مجلس نهم رژیم از شهر اردبیل نمین و سرعین شد طی دهی اول انقلاب احکام اعدام زیادی صادر کرده بود سال 59 رسما به سپاه پیوست و به کردستان و آذربایجان اعزام شد تا در سرکوب گروه های کرد نقش داشته باشد منصور حقیقت پور در سپاه تصفیه و سرکوب مخالفین در دانشگاه ها بود و بعد از سی خرداد 1360 رسما در دستگیری و اعدام مخالفین خصوصا مجاهدین خلق نقش اساسی داشت. سال 1360 از سوی محسن رضایی به عنوان فرمانده سپاه در کرج برگزیده شد و بعد از آنکه بیرحمی خود را ثابت کرد در سال 1364 فرمانده امنیت پرواز کل کشور شد. در سال 1366 به قرارگاه بلال که مأموریت ترور در خارج از کشور را داشت پیوست و بعد از تشکیل سپاه قدس در سال 69 فرماندهی سپاه 5000 نیروی قدس شد که وظیفه این نهاد طراحی عملیات تروریستی خصوصا در ترکیه بود. در چهارده خرداد 1371 منصور حقیقتپور در عملیاتی مشترک با وزارت اطلاعات یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به اسم علی اکبر قربانی را در استانبول رو بود و بعد از ده روز شکنجه از جمله کشیدن ناخن و بریدن آلت تناسلی و البته عدم اعتراف علی اکبر قربانی او را خفه و مسله کردند. از نیمه دوم سال 1381 با نزدیک شدن سقوط صدام حسین منصور حقیقت بور ستاد کوسر را که بعدها به ستاد بازسازی عطبات عالیات و پشتیبانی اراق تغییر نامداد را تأسیس کرد و از این سازمان سپاه قدس به عنوان پورشش برای فعالیت تروریستی مثل نفوذ به کرد عراقی و تلاش برای ترور گروه های کرد ایرانی ساکن عراق استفاده می کرد. از سال 1387 منصور حقیقت بور استاندار اردبیل شد که 18 ماه به طول انجامید. او در انتخابات مجلس نهم نامزد شد و به عنوان نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزیده شد. در همان دوران کاندیداهای رقیب مطرح کردند که منصور حقیقت پور و کمال الدین با تقلب به عنوان نماینده انتخاب شدند، اما به شکایتها رسیدگی نشد. پس از قتل ستار بهشتی و اعتراضاتی که انجام شد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در سال 1391 گزارشی تهیه کرد که با فشار منصور حقیقت پر بخشهایی از گزارش حذف شد و او در مصاحبه ای بوت ستار بهشتی زیر شکنجه را نیز منکر شد منصور حقیقت پر در حال حاضر به عنوان استاد دانشگاه امام حسین زیر نظر سپاه فعالیت می کند. اظهارات چاغرچی مزدور ترک و عامل رو علی اکبر قربانی چاغرچی در سال 1371 طی اظهاراتی که در مطبوعات ترکیه منتشر شد اعتراف کرده بود که علی اکبر قربانی را روبوده و در یک خانه امن به ماموران وزارت اطلاعات تحویل داده است و آنها وی را مسله کرده بودند او صدای علی اکبر قربانی را تا چند روز از زیر زمین خانه میشنید و سپس جسد او را برای دفن تحویل میگیرد. این موضوع بحران شدیدی را میان ترکیه و رژیم آخوندی دامن زد و دولت ترکیه خواستار اخراج چهار دیپلمات تروریست رژیم از این کشور شده بود. نزدیک به هفت ماه بعد از روبوده شدن قربانی یعنی در دیماه همان سال با دستگیری گروهی از تروریست های وابسته به رژیم در ترکیه محل اختفای جسد قربانی کشف شد. همه شواهد و اظهارات پزشکی قانونی گواه این بود که علی اکبر قربانی روزهای متمادی تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفته است. اما علی اکبر قربانی قهرمانانه مقاومت کرده و کمترین اطلاعاتی به دشمن نداده بود. در نهایت دشخیمان درمانده و معیوس جان او را زیر شکنجه گرفتند. شکنجهگران او را مسله کرده و بسیاری از اعضای بدن او را بریده بودند. متعاقبا عوامل وزارت اطلاعات به کمک مزدوران ترک خود جسد را به هومه استانبول منتقل نموده و دفن کرده بودند. اسمت سزگین وزیر کشور ترکیه بعد از دستگیری تروریست ها در مصاحبه ای در پانزده بهمن 1371 گفت بازجویی از علی اکبر قربانی توسط دو نفر ایرانی ده روز طول کشیده بود. وی در همین روز فاش ساخت یک سلاح MP5 که در سال 1977 از طرف آلمان فدرال به پلیس مخفی شاه فروخته شده بود در خانه تیمی تروریست ها کشف شد. به نوشته روزنامه حریت ترکیه به دنبال کشف جسد علی اکبر قربانی پلیس اعلام کرد جسد علائمی از شکنجه های شدید اعمال شده که قبل از مرگ را داشت ناخونهایش را کشیده بودند آلت تناسلیش بریده شده بود و با تناب او را خفه کرده بودند روایت سازمان مجاهدین خلق از ترور علی اکبر قربانی مجاهد شهید علی اکبر قربانی در ساعت 11 و چهل دقیقه روز 14 مرداد 1371 در محله شیشلی استانبول زمانی که میخواست سوار اتومبیل شود رو بوده شد. دو نفر ترک با لباس پلیس به او مراجعه می کنند و با نشان دادن کارت شناسایی پلیس از وی میخواهند که برای پاسخ به چند سوال با آنها به اداره پلیس برود. علی اکبر قربانی که به آنها شک کرده بود شروع به سوال کردن از آنها می کند که آنها به او حمله می کنند و با استفاده از مواد بیهوش کننده او را بیهوش می کنند و با خود می برند. این تروریست ها علی اکبر قربانی را به خانه ای در قسمت آسیایی استانبول منتقل می کنند که در آنجا پنج شکنجهگر وزارت اطلاعات رژیم ایران بازجویی و شکنجه او را شروع می کنند. روبودن علی اکبر قربانی و بمبگذاری خودروهای مجاهدین عملیات مشترک وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران بود که آن زمان به سپاه 5000 نیروی قدس موسوم بود. تصمیم آن در شورای عالی امنیت ملی رژیم به ریاست علی اکبر هاشمی رفسنجانی و با تصویب سید علی خامنه ولی فقیه ارتجا در سال 1370 گرفته شده بود. فرماندهی وقت سپاه پنج هزار نیروی قدس مزدوری به نام حاج منصور بود که تحت فرماندهی معاونت عملیات سپاه قدس حسین مسلح عمل می کرد. سپاه پنج هزار نیروی تروریستی قدس مزدوران ترک وابسته به نیروی قدس و امکانات محلی آنها را برای اجرای این سلسله عملیات تروریستی در اختیار وزارت اطلاعات قرار می دادند. این مزدوران ترک تحت فرماندهی پاسدار محمد تاهریان از سپاه 5000 قدس قرار داشتند. به دستور علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت رژیم و مشاور فعلی سید علی خامنه محمد رضا باغری سفیر رژیم در آنکارا در 14 خرداد 1371 در کنسولگری رژیم در استانبول منصغر شد تا عملیات تروریستی را هماهنگ کند. در روز شنبه 16 خرداد 1371 جلسه شورای عالی امنیت با حضور خامنه ای تشکیل شد. از طرف وزارت اطلاعات فلاحیان و پور محمدی قائم مقام او در این جلسه شرکت داشتند. در این جلسه به خاطر مخاطرات انتقال علی اکبر قربانی به ایران و با توجه به تجربه ناموفق انتقال مجتهد زاده تصمیم گرفته شد علی اکبر قربانی در ترکیه تحت بازجویی و شکنجه قرار گیرد و پس از تخلیه اطلاعات به شهادت برسد. نقش جواد علی اکبریان در روبودن علی اکبر قربانی جواد علی اکبریان معاونت خارجی وزارت اطلاعات و پاسدار حسین مسلح معاونت عملیات نیروی قدس طراحی و اجرای عملیات روبودن قربانی را به عهده داشتند. واحد ضربت معاونت خارجی وزارت اطلاعات به ریاست علی اکبریان معروف به اکبری مسئولیت عملیات تروریستی روبودن، شکنجه و به شهادت رساندن علی اکبر قربانی را در ترکیه به عهده داشت. مرحله شناسایی با واحد اطلاعات معاونت خارجی بود. فرمانده ی تیم شناسایی تروریستی به نام رحچو بود که از چهار ماه قبل از روبودن علی اکبر قربانی در استانبول مستقر شده بود. اکبریان معاون خارجی وزارت اطلاعات در زمان فلاحیان و از همکاران سعید امامی در ترورهای خارج کشور و قتلهای سیاسی در داخل بود. در مدت وزارت دوری نجف آبادی، وی معاون مطبوعاتی و روابط عمومی وزارت اطلاعات بود و در زمان یونسی به معاونت خارجی وزارت اطلاعات منصوب گردید. در جریان قتلهای زنجیره ای اکبریان دو بار دستگیر شد. ابتدا در شهریور 1377 در زمان وزارت دوری نجف آبادی بازداشت شد ولی او را آزاد کردند. در زمان یونسی بعد از دستگیری اکبر خوشگوش و افشای ترورهای خارج کشور مجددا دستگیر شد و نقش او در قتلهای زنجیری و ترورهای خارج از کشور مطرح شد. اما سردمداران رژیم در وحشت از افشای جنایات رژیم در خارج از کشور به سرعت او را آزاد کردند. وی از پاییز سال 1380 قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شد. افشاگری رسانه های ترکیه در مورد ترور علی اکبر قربانی تلویزیون کانال دی ترکیه در این باره گفت پنج نفر از تروریست هایی که در قتل غر ممجو دست داشتند دستگیر شدند که در بازجوییها به قتل غر ممجو اعتراف کردند. آنها اعتراف کردند که همگی در ایران آموزش دیده و دستور قتل ممجو از ایران صادر شده بود. تلویزیون کانال دی ترکیه گفت دستگیر شدگان اعتراف کردند که علی اکبر قربانی یک مخالف رژیم ایران را نیز با دستور رژیم ایران دزدیده شکنجه و بازجویی کردند و بعد به قتل رساندند. روزنامه استار چاپ ترکیه طی گزارشی به دست داشتن نه تروریست رژیم آخوندی در ترور اغور ممجو نویسنده روزنامه جمهوریت اشاره کرد. بنا به این گزارش، هفت دیپلمات تروریست رژیم آخوندی و یک تروریست که در پوشش خبرنگار دفتر خبرگزاری رژیم آخوندی در ترکیه فعالیت می‌کرد، به فعالیت‌های تروریستی جاسوسی در ترکیه مشغول بودند. کنفرانس افشاگرانه در پارلمان اروپا با حضور نایب رئیس پارلمان اروپا روز دوشنبه اول اسفند 1384 یک کنفرانس بزرگ مطبوعاتی در پارلمان اروپا توسط گروه پارلمانی دوستان ایران آزاد در مقر این پارلمان در بروکسل در اعتراض به حضور منوچهر متکی وزیر خارجه جنایتکار رژیم آخوندی برگزار گردید. در این کنفرانس مطبوعاتی آقای آلخوویدال کوادراس نایب اول رئیس پارلمان اروپا آقای پاولو کاساکا رئیس مشترک گروه دوستان ایران آزاد آقای اریک مایر عضو کمیسیون خارجی پارلمان و آقای فیروز محوی عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران سخنرانی کردند. مهمان اصلی این کنفرانس مهندس ابوالحسن مشتهدزاده بود که معموران رژیم آخوندی در سال 1367 زمانی که متکی سفیر رژیم آخوندی در ترکیه بود او را رو بودند و در کنسولگری استانبول زیر نظر مستقیم متکی زندانی و شکنجه کردند. مهندس مشتهدزاده گفت من در اکتبر 1988 در تردد به محل کارم سوار ماشین بودم که چهار خودروی رژیم با ایجاد یک تصادف ساختگی جلوی مرا گرفتند و مرا رو بودند. آنها مرا به زور در پشت یک ماشین انداختند و به یک خانه امن بردند. شروع به شکنجه کردند. در یکی از همین روزها بود که من منوچهر متکی، سفیر وقت رژیم در ترکیه را دیدم. من خیلی متاسف هستم که امروز در اینجا این دیپلمات تروریست پذیرفته شده است. افشاگری های تکان دهنده آقای مشتهدزاده کلیه خبرنگاران و حاضران در این کنفرانس را به شدت تحت تاثیر قرار داد. آقای آلخوویدال کوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا در سخنان کوتاهی از حضور متکی در پارلمان اروپا ابراز انزجار نمود و خواستار اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال رژیم ملایان گردید در این کنفرانس شمار زیادی از نمایندگان پارلمان دستیاران آنها و خبرنگاران خارجی شرکت داشتند آشنایی با تروریست و شکنجهگر جواد علی اکبریان جواد علی اکبریان جنایتکاری که در ابتدای انقلاب به عنوان دادستان انقلاب گنبد و اصفهان جنایات زیادی مرتکب شد و همین باعث شد با تاسیس وزارت اطلاعات در سال 1363 او به ری شهری نزدیک شود و مسئولیت معاونت طرح و برنامه اداری مالی و اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات را همزمان بر عهده بگیرد. جواد علی اکبریان در این حال بازجوی شکنجگر نیز بود. او همچنین به عنوان معاون وزارت اطلاعات در طراحی اعدام های 67 نقشه اساسی داشت. و حتی در بعضی دادگاه های هیئت مرگ تهران در کنار پور محمدی حضور داشت. بعد از خارج شدن از وزارت اطلاعات، مدتی معاون بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و قائم مقام این سازمان شد و مدتی نیز رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان وابسته به وزارت بازرگانی بود. جواد علی اکبریان در حال حاضر مدیر یکی از دفاتر علی خامنه ای و معاون ری شهری در حرم عبدالعظیم است. فرامرز آقای دنیایی فرامرز آقای دنیایی 22 ساله پرستار و اهل اصفهان از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود که در جریان حمله مسلحانه اعضا و طرفداران حزب تحریک جعفریه پاکستان به پایگاه های سازمان مجاهدین خلق در صبح روز چهارشنبه 17 تیر 1366 در شهر کراچی پاکستان کشته شد. به گزارش روزنامه واشنگتن پست روز 15 تیر 1366 حدود 100 هزار نفر از طرفداران حزب تحریک جعفریه پاکستان در شهر لاهور پاکستان تجمع کردند و سراحتا از قمینی و انقلاب اسلامی ایران حمایت کردند. سخنگویان این حزب هشدار دادند که هیچ گونه مخالفتی با خمینی و حکومت ایران را تحمل نمی کنند. دو روز بعد از این تجمع، سیزده پایگاه مجاهدین خلق در شهرهای کراچی و کویت به طور همزمان به صورت مسلحانه مورد حمله قرار گرفت که به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن سی نفر از اعضای این سازمان انجامید. پلیس کراچی چهل نفر که ملیت ایرانی، عراقی و پاکستانی داشتند را در ارتباط با این حملات دستگیر کرد. پلیس همچنین پنج تفنگ اتوماتیک ساخت شوروی، سی و یک موشک انداز، پنج اسلحه کمری یوزی ساخت اسرائیل، وسایل آتش‌زا و مهمات را کشف و ضبط کرد. به نقل از پلیس پاکستان 13 نفر از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهر کویت دستگیر شدند. علا رغم این بازداشت دولت پاکستان هیچ اعتراض علنی به حکومت ایران نکرد و شروع به جمعآوری تعداد زیادی از ایرانیان ضد حکومت ایران ساکن در شهر کراچی کرد. مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق با ارسال نامه به محمد ضیاءالحق رئیس جمهور وقت پاکستان حکومت ایران را مسئول این حملات دانست و ضمن اعتراض خواستار دستگیری مهاجمان شد سازمان تحریک جعفریه پاکستان سازمان تحریک جعفریه پاکستان یک سازمان سیاسی شیعه در پاکستان بود که بعد از انشعاب در حزب تحریک نفاذ فقه جعفریه در سال 1363 به رهبری عارف حسین الحسینی تأسیس شد. نهضت اجرای فقه جعفری با الهام گرفتن از انقلاب اسلامی ایران در فروردین 1358 تأسیس شد. پس از مرگ رهبر نهزت در سال 1363 این نهزت به دو گروه تقسیم شد. یک جناه مذهبی به رهبری سید حمید علی شاه موسوی و یک جناه سیاسی به رهبری عارف حسین الحسینی تقسیم شد. جناه سیاسی که از حمایت آیت الله خمینی برخوردار بود، حزب تحریک جعفریه پاکستان را تأسیس کرد. عارف حسین الحسینی که در قم تحصیل کرده بود و از شاگردان آیت الله خمینی در نجف بود در چهارده مرداد 1367 در مدرسه دارالمعارف الاسلامیه پیشاور از سوی افراد ناشناس هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد در 1380 زمانی که پرویز مشرف فعالیت این گروه را ممنوع اعلام کرد نام این حزب به تحریک اسلامی تغییر یافت سید عارف حسین الحسینی از سال 1974 تا 1979 در مدرسه جعفریه پاراچنار به تعلیم علوم دینی مشغول بود و همزمان مدیریت تحریک جعفریه پاکستان را نیز بر عهده گرفت. او در آن سالها از سوی آیت الله خمینی نماینده دریافت وجوهات شرعی در پاکستان بود. سرانجام در سهرگاه سال 1988 و هنگامی که پس از نماز صبح به سوی مدرسی دارالمعارف معارف الاسلامی حرکت می کرد مورد حمله تروریست های سپاه صحابه قرار گرفت و کشته شد. در پی کشته شدن رهبر شیعیان پاکستانی خامنه ای با لحنی تأثیر برانگیز فرمودند این جانب فرزند عزیزی را از دست دادم. نماز بر پیکر عارف حسینی در زادگاهش به امامت آیت الله جنتی برگزار شد که همراه با یک گروه به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران به پاکستان سفر کرده بودند. مهندس علی و پسرش نوردین توکلی نبوی مهندس علی توکلی نبوی متولد 1308 از فعالین تبعیدی حامی پادشاهی در انگلیس بود و هر یک شنبه پرچم بزرگ ایران با نشان شیر و خورشید را در هایت پارک لندن به احتزاز در می آورد. و علیه جمهوری اسلامی برای ایرانیانی که گرد او جمع می شدند های پرشور می کرد و پسر جوانش نوردین گفته های او را به انگلیسی بازگو می کرد. او مهندس ساختمان بود و در تهران زندگی نسبتاً مرفهی داشت. دو سال بعد از پیروزی انقلاب به کمک دوستان هم عقیده خیش در سازمانی زیرزمینی علیه جمهوری اسلامی به فعالیت پرداخت. پس از کشف سازمان بناچار کشور را ترک کرد و سال 1982 برابر با 1361 به لندن رفت و از همان روز اول فعالیت علیه رژیم را شروع کرد و سازمان جوانان ناسیونالیست ایران را بنیان گذاشت که ادیگه کسیری از جوانان را جذب آن سازمان کرد. خانواده توکلی نووی به خاطر فعالیت‌هایشان چندین بار توسط حزب ها تهدید به مرگ شدند. سرانجام روز دهم مهر 1366 برابر با دوم اکتبر 1987 مهندس توکلی در اتاق نشیمن و پسرش نورالدین توکلی در طبقه بالا در اتاق خواب منزلشان واقع در شهر لندن به ضربه گلوله هایی که به سر آنها اصابت کرده بود به قتل رسیدند. مهندس توکلی قرار بود در نهم آبان که زادروز رضا پهلوی است تظاهرات و راهپیمایی در لندن برگزار کند. واحد 400 ترورهای برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هوریه قرداغی گویش نسیم تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف آوای بوف. دات سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی. سر احمد سلمان رشدی زاده 19 ژوئن 1947 نویسنده و مقال نویس بریتانیایی آمریکایی در خانواده مسلمان در بمبعی هند چشم به جهان گشود. او در سیزده سالگی جهت تحصیل به انگلستان اعزام شد و با نوشتن مقالات تبلیغی به تأمین مخارج زندگی پرداخت. پس از مدتی شناسنامه انگلیسی گرفت و طبعی آنجا شد. رشدی در مصاحبه با مجله اشپیگل در 21 اردیبهشت 1371 درباره خانواده اش گفت خانواده من به اسلام گرایش داشتند ولی در خانه ما از دین خبری نبود فقط سالی یک بار مرا برای عبادت به مسجد می بردند. مثل مراسم سال نو در نزد مسیحیان یک دایی مسیحی داشتم اکثر دوستان من غیر مسلمان بودند پدرم از قانون قرآن در منع نوشیدن مشروبات الکلی تبعیت نمی کرد. خوشبختانه می توانم بگویم که پدر و مادر من مسلمان بدی بودند. رشدی در طول زندگی خود در انگلستان به بیدینی و بی اعتقادی مطلق رسید و در نهایت منکر خدا شد. او این عقیده را رسما در مصاحبه با مجله اشترن در هفتم آبان 1371 تحت عنوان من قهرمان نیستم بیان کرد. خانواده رشدی برای در امان ماندن از آزار هندوها به پاکستان رفتند و از آنجا به بریتانیا مهاجرت کردند. سلمان رشدی در سال 1968 با مدرک کارشناسی تاریخ از کالج کیم کمبریج فارغ تحصیل شد. او پس از پایان تحصیل در بریتانیا برای کار به پاکستان رفت. او به دلیل سانسور موجود در آنجا به بریتانیا بازگشت. رشدی نخستین بار با کتاب بچه های نیمه شب به شهرت رسید و جایزه ادبی منبوکر را بابت نگارش این اثر دریافت کرد. بیشتر آثار رشدی از شبه قاره هند ریشه او عمدتا به پیوندها، مشکلات و مهاجرت ها بین تمدن های غربی و شرقی می پردازد. نوشته های او ترکیبی از سبک واقع جادویی و قصه های تاریخی است. چهارمین اثر وی آیات شیطانی جنجال هایی را در کشورهای اسلامی برانگیخت. پس از آنکه خمینی فتوای قتل رشدی را به خاطر نوشتن کتاب آیات شیطانی صادر کرد، او مجبور شد سالیان درازی را به صورت مخفیانه و تحت حفاظت پلیس زندگی کند. او در سال 2012 کتاب جوزف آنتون که شامل خاطراتی از زندگی مخفیانه خود پس از انتشار آیات شیطانی بود را منتشر کرد. آثار رشدی همواره با استقبال منتقدان ادبی روبرو شد. ویوارها جوایز ادبی نظیر ویتبرد، بوکر داستان، بوکر بوکرها، جایزه شورای هنر اتحادیه انگلیسی زبانان و نویسنده سال را از آن خود کرد. رشدی در سال 1983 به عنوان عضو انجمن پادشاهی ادبیات انگلستان انتخاب و در سال 2007 به دلیل خدماتش به ادبیات نشان شوالیه را دریافت کرد. در سال 2008 تایمز او را در رده 13 همه فهرست پنجاه نویسنده برتر بریتانیا از سال 1945 قرار داد. رشدی در سال 2015 در مؤسسه روزنامه نگاری آرتور ال کارتر در دانشگاه نیویورک به عنوان نویسنده برجسته انتخاب شد. در اوت 2022 شخصی با چاقو به وی حمله و جراحات سنگینی به او وارد کرد. پس از این حمله او یک چشم و کنترل یک دست خود را از دست داد. مجله تایم در سال 2023 او را یکی از 100 شخص تاثیرگذار در جهان نامید. فتوای آیت الله خمینی برای سلمان رشدی و کتاب آیات شیطانی متن حکم بسم تعالی انا لله و انا الیه راجعون به اطلاع مسلمانان غیور سراسر سر جهان میرسانم معلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام پیامبر و قرآن تنظیم چاپ و منتشر شده است همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام میباشند از مسلمانان غیور میخواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعا آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود شهید است انشاالله. ضمنا اگر کسی دسترسی به معلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته روح الله الموسوی الخمینی رمان آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی رمان آیات شیطانی سلمان رشدی نخستین بار در سال 1988 در بریتانیا منتشر شد. موضوع این کتاب تا حدودی از زندگی محمد الهام گرفته شده به همین دلیل بسیاری از مسلمانان رشدی را به توهین به مقدسات و کفرگویی متهم کردند. در سال 1989 روح الله خمینی رهبر ایران فتوایی را مبنی بر وجوب مسلمانان در به قتل رساندن رشدی صادر کرد. تلاش ها برای کشتار و بمبگذاری های متعددی در پاسخ به این رمان صورت گرفت. دولت ایران تا سال 1998 از و علیه رشدی حمایت کرد. ولی پس از آن سید محمد خاتمی رئیس جمهور تازه انتخاب شده ایران اعلام کرد دیگر از کشتن رشدی حمایت نمی کند. اما فتوا همچنان پا برجاست. این موضوع خط اختلافی بین مسلمانان و غربی ها ایجاد کرد زیرا عمل به این فتوا آزادی بیان غرب را در معرض خطر قرار میداد هیچ کس نباید به خاطر آنچه میگوید یا می نویسد کشته تهدید به کشته شدن شود یا با خطری جدی مواجه شود این برخلاف دیدگاه بسیاری از مسلمانان است که میگوید هیچ کس نباید آنقدر آزاد باشد که با تحقیر پیامبر به مسلمانان توهین کند. حنیف قریشی نویسنده انگلیسی این فتوا را یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ ادبیات پس از جنگ خواند. حتی قبل از انتشار آیات شیطانی کتابهای سلمان رشدی جنجال برانگیخته بود. رشدی نقش خود را به عنوان یک نویسنده شامل نقش مخالف دولت می دانست. کتاب دوم او بچه های نیمه شب این دیراگاندی را خشمگین کرد. زیرا با استناد به کتاب به نظر می رسید که خانم گاندی را مسئول مرگ شوهرش از طریق قفلت دانسته بود. رمان شرم در سال 1983 شخصیت های سیاسی، فرهنگی و مذهبی پاکستان را مورد هدف قرار داد و به عنوان یک دعوای خانوادگی بین اسکندر هاراپا داخل پرانتز زلفقار علی بوتو و جانشین او رضا حیدر را به تصویر کشید. در این کتاب شلوار آهنی باکره بی نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان معرفی شده بود. مواضع رشدی به عنوان یک چپگرای متعهد قبل از انتشار کتابش منشأ بحث‌های زیادی بود. رشدی از کسانی که بعدا در جریان جنجال ها به او حمله کردند دفاع می کرد. رشدی به شدت حکومت محمد رضا شاه را محکوم می کرد و از انقلاب اسلامی ایران حداقل در مراحل اولیه آن حمایت کرد. او حمله و بمباران آمریکا به ترابلوس در سال 1986 را محکوم کرد اما سه سال بعد خود را در معرض تهدید معمر قذافی رهبر لیبی دید رشدی کتابی نوشت که در آن از سیاست خارجی آمریکا به طور کلی و از جنگ در نیکاراگوئه به طور خاص انتقاد کرد به عنوان مثال دولت آمریکا را راهزنی که خود را به عنوان کلانتر نشان میدهد نامید اما پس از فتوای روح الله خمینی دولت ایران او را متهم به یک مأمور پسته سیا کرد قبل از انتشار آیات شیطانی ناشر اخطارهایی از مشاور تحریریه ناشر دریافت کرد که متذکر شده بود ممکن است کتاب بحث برانگیز باشد او در صحبت با مصاحبه کننده ای گفت انتظار داشتم چند آخوند آزرده شوند من را نام ببرند و بعد بتوانم در ملع عام از خودم دفاع کنم. راستش هرگز انتظار چنین چیزی را نداشتم. آیات شیطانی توسط پنگوان واکینگ در 26 سپتامبر 1988 در انگلیس و در 22 فوریه 1989 در آمریکا منتشر شد. پس از انتشار این کتاب تحسین قابل توجهی از منتقدان در انگلیس را به دست آورد. به گفته یکی از ناظران وقتی سلمان رشدی جایزه بیست هزار پوندی ویت برد را برای رمان آیات شیطانی دریافت کرد تقریبا همه منتقدان انگلیسی کتاب از ارتباط کتاب با اسلام بی اطلاع بودند زیرا رشدی از نام ماهوند به جای محمد برای فصل اسلام خود استفاده کرده است در سپتامبر 1988 پس از اولین انتشار کتاب آیات شیطانی در انگلیس اعتراضات مسلمانان عمدتا در هند و انگلیس صورت گرفت اما با انتشار کتاب در فوریه 1989 در آمریکا اعتراضات در سراسر جهان شکل خشونت ها به خود گرفت در جوامع اسلامی این رمان فوراً بحث برانگیز شد زیرا برخی مسلمانان آن را ارجاعات کفرآمیز می‌دانستند. رشدی به سوء استفاده از آزادی بیان متهم شد. نامه ها و تماس های تلفنی از طرف مسلمانان به پنگوان واکینگ رسید که از این کتاب عصبانی بودند و خواستار پس گرفتن آن شدند. هنوز یک ماه از انتشار کتاب نگذشته بود که وارد کردن کتاب به هند ممنوع شد. اگرچه داشتن آن جرم نبود. در نوامبر 1988 در بنگلادش، سودان و آفریقای جنوبی نیز ممنوع شد. در دسامبر 1988 در سریلانکا نیز ممنوع شد. دوم دسامبر 1988 در انگلیس 7000 مسلمان در شهر بولتون اولین تظاهرات تاریخی خود را علیه آیات شیطانی برگزار کردند. پس از نماز جمعه گروهی از مسلمانان مسجد جامعه زکریای دیو بندی تا مرکز شهر راهپیمایی کردند و سپس کتاب را سوزاندند. تظاهرکنندگان کنندگان بیان کردند این یک اعتراض مسالمت آمیز بود و ما کتاب را سوزاندیم تا توجه عمومی را به خود جلب کنیم. در ژانویه 1989 شهر ردفورد توجه بین المللی را به خود جلب کرد. برخی از شرکت کنندگان کتاب آیات شیطانی را آتش زدند. روزنامه نگار رابرت ویندر عدم تحمل قرون وسطا بدون اسم بردن از نازی را در آن روز به یاد می آورد. زمانی که نسخه آمریکایی منتشر شد، دور جدیدی از پررسی ها و انتقادات آغاز شد. این کتاب در مارس 1989 در کنیا، تایلند، تانزانیا، اندونزی و سنگاپور ممنوع شد. آخرین کشوری که این کتاب را ممنوع کرد کشور ونزوئلا در روان 1989 بود. در 12 فوریه 1989 تظاهرات ده هزار نفری علیه رشدی در اسلام آباد پاکستان برگزار شد. شش معترض در حمله به مرکز فرهنگی آمریکا کشته شدند و دفتر امریکن اکسپرس غارت شد. در آمریکا اداره تحقیقات فدرال در اوایل مارس 1989 از 78 تهدید به کتاب فروشی ها مطلع شد که تصور می قسمت کوچکی از تعداد کل تهدیدها ها باشد. کتاب فروشی زنجیر ای دالتون در کمتر از سه ساعت سی تهدید دریافت کرد. بمبگذاری در کتاب فروشی ها شامل دو بمب در برکلی کالیفرنیا بود در نیویورک دفتر یک روزنامه محلی به دنبال انتشار سر ای در دفاع از حق خواندن رمان و انتقاد از کتاب فروشی هایی که آن را از قفسه های خود بیرون کشیدند با بمب های آتشین ویران شد اما انگلیس کشوری بود که خشونت علیه کتاب فروشی ها بیشتر در آن اتفاق افتاد و مدت طولانی ادامه داشت دو کتاب فروشی بزرگ در خیابان چرینگ کراس لندن کولتس و دیلونز در نهم آپریل بمباران شدند. در ماه مه انفجارهایی در شهرهای ویکام و لندن در خیابان کینگزورد رخ داد. بمب‌های منفجر نشده در فروشگاه های پنگوان در گیلفورد، ناتینگهام و پیتربورو پیدا شد. عواقب فتوای خمینی درباره آیات شیطانی از زمانی که روح الله خمینی یکی از برجسته ترین رهبران شیعه فتوایی صادر کرد و خواستار مرگ رشدی و ناشران کتابش شد، حوادث بزرگ بین المللی را ایجاد کرد که سالها ادامه داشت. متن حکمی که در 25 بهمن 67 از رادیو تلویزیون سراسری ایران خطاب به همفکرانش در سرتاسر سر جهان پخش شد آمده بود، به اطلاع مسلمانان غیور سراسر سر جهان میرسانم معلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام پیامبر و قرآن تنظیم چاپ و منتشر شده است همچنین ناشران مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام میباشند از مسلمانان غیور میخواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعا آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود شهید است ان شاء الله اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام آن را ندارد او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد طی چند روز مقامات ایرانی 6 میلیون دلار جایزه برای کشتن رشدی پیشنهاد کردند. با به وجود آمدن این شرایط سلمان رشدی مجبور شد تا 9 سال تحت حمایت پلیس زندگی کند. در 7 مارس 1989 انگلستان و ایران به دلیل این فتوا روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند. آیت خمینی در اواخر زندگی خود گذشته از صدور احکام اعدام دست جمعی در زمینه اعلام احکام قتل برای اشخاص جنجالی تر از سابق عمل کرد. البته صدور فتوای قتل در زندگی سیاسی آیت الله خمینی بی سابقه نبود ولی ماجرای سلمان رشدی تفاوت داشت. چون فتوای علنی نه تنها قتل یک نویسنده بلکه تعدادی بیشماری از افرادی بود که به انتشار کتاب رشدی کمک می کردند. در این فتوا مانند ماجرای اعدام دست جمعی زندانیان بر اجرای سریع حکم تاکید شده بود بنیانگذار جمهوری اسلامی چند روز بعد لازم دید گوش زد کند که سلمان رشدی حتی در صورت توبه کماکان باید به قتل برسد او موضع اخیر را زمانی گرفت که علی خامنه ای رئیس جمهور وقت نظری بدون هماهنگی با خمینی داد آقای خامنه ای فردای صدور فتوای قتل سرمان رشدی را بلا شک مهدور و, دم و کشتن او را کار واجبی دانست. اما دو روز بعد در خطبه های نماز جمعه تهران با ذکر اینکه رشدی بلا شک اعدام انقلابی می شود ادامه داد؟ ممکن است که توبه کند، کتاب بنویسد، غلط کردم بگوید، از مسلمان های دنیا از امام امت عذرخواهی خواهی کند، بگوید اشتباه کردم، کتاب مال من نیست که البته در این صورت ممکن است مردم گناه او را ببخشند. روز بعد از سخنرانی خامنه ای آقای رشدی که حرفهای او را جدی گرفته بود گفت من درک می کنم که مسلمانان در بسیاری از نقاط جهان حقیقتا از انتشار کتاب من آزرده شوند من عمیقا متاسفم که کتابم باعث آزردگی پیروان واقعی اسلام شده است خوشبینی های موقت ایجاد شده با واکنش فوری آیت الله خمینی خاتمه یافت روح الله خمینی در 29 بهمن 67 اعلام کرده رسانه های استعماری خارجی به دروغ به مسئولین نظام جمهوری اسلامی نسبت می دهند که اگر نویسنده یک کتاب آیات شیطانی توبه کند، حکم اعدام درباره او لغو می گردد. این موضوع صد در ساعت تکذیب می گردد. سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی همه خود را به کار گیرد تا او را به درک وصل گرداند. آیت الله خمینی در سخنان جدید تو آنجا پیش رفت که به فتوای قبلی خود نوآوری بدی ایر هم افزود. اگر غیر مسلمانی از مکان رشدی مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریعتر از مسلمانان او را اعدام کند بر مسلمانان واجب است آنچه را که در قبال این عمل میخواهد به عنوان جایزه و یا مزد عمل به او بپردازد علی خامنه ای حدود سه ماه باقی مانده تا پایان عمر آیت الله خمینی کوشی تا تصور اختلاف نظر با ولی فقیه در موضوع سلمان رشدی را از بین ببرد. او تنها در همین مدت کوتاه شش بار با بیانهای مختلف از این فتوا دفاع کرد و در مقابل منتقدان آن موضعی گرفت. آقای خامنه ای چهار روز بعد از موضع گیری جدید رهبر در نشست خبری در یوگسلاوی تاکید کرد که اساسا فکر می کند مسئله رشدی راه حلی نداشته باشد. بعد جمله ای را بر زبان ران که در سالهای بعد مضمون آن را چند دفعه تکرار کرد. یک تیری پرتاب شده و دارد به طرف هدف می رود. نشانگیری هم دقیق شده. دیریازود این تیر به هدف خواهد خورد. خامنه ای برای به دست آوردن نظر مثبت خمینی نسبت به خود مجبور شد با سناریوی ساختگی خود را قهرمان مجاهد معرفی کند. او در دوازده اسفند 67 مدعی شد قبل از صدور فتوای قطر سلمان رشدی خودش قصد داشت علیه این نویسنده کاری بکند. بنده خودم مدتی قبل از آنکه حکم حضرت امام صادر بشود فکر می کردم که چرا دارند این همه در این مجلات کتاب رشدی را ترویج می کنند. از ذهنم چیزهایی میگذشت یک تصمیمهایی هم در ذهن خودم داشتم آقای خامنه ای یک سال پس از رهبر شدن مشخصا در پانزده خرداد 69 به زم خود راه حل ساده ای را به غرب پیشنهاد کرد او گفت راه حلش خیلی ساده است مجرمی است که جرمی مرتکب شده و باید مثل بقیه ی مجرمان عالم حکم الهی درباره او جاری بشود به دست همان مسلمانان انگلیس بدهند نمیگویم به دست ما بدهند تا حکم الهی را درباره او جاری کنند با چنین اقدامی این قضیه حل خواهد شد و دیگر تمام می شود بعد از اینکه خامنه ای خود را رهبر مسلمین جهان معرفی کرد جایزه یک میلیون دلاری بنیاد پانزده خورداد برای قتل سرمان رشدی حدوداً سه و نیم برابر شد این بنیاد زیر نظر ولی فقیه در زمان آقای خمینی جایزه یک میلیون دلاری را برای قتل سلمان رشدی تعیین کرده بود که تا شهریور 1391 به 3 میلیون و 300 هزار دلار رسید. خاطرات ثبت شده از مقطع منتهی به مرگ آیت الله خمینی 87 ساله از خشم شدید او در هنگام صدور برخی احکام جنجالی حکایت دارد. در فروردین 68 نشریه پاسدار اسلام به مدیر مسئولی محمد حسن رحیمیان از اعضای وقت دفتر رهبری از صدور حکم قتل سلمان رشدی در چنین شرایطی سخن به میان آمد. آقای رحیمیان نقل کرد روح الله خمینی از خشم میلرزید. او گفت والله اگر جوان بودم و قدرت حرکت داشتم شخصا می رفتم و او را می کشتم. قابل توجه است که حدود دو هفته قبل از صدور فتوای قتل نویسنده آیات شیطانی آقای خمینی چنان از شنیدن مصاحبه یک رهگذر در رادیو عصبانی شد که بحث اعدام او را پیش کشید در هشتم بهمن 67 گروه معارف و مناسبت های دینی رادیو به مناسبت تولد دختر پیامبر اسلام ویژه برنامه ای را پخش کرد که در جریان آن مصاحبه شوندگانی در کوچه و خیابان الگوی زندگیشان را فاطمه زهرا می دانستن. در میان مصاحبه شوندگان زنی بود که گفت دختر پیامبر در 1400 سال پیش زندگی می کرد. او ترجیح می دهد الگوی جدیدتری همچون اوشین را برای زندگی خود انتخاب کند. اوشین کاراکتر اصلی یک سریال محبوب ژاپنی به نام سالهای دور از خانه بود که از قضا رهبر وقت آیت الله خمینی به آن علاقه خاص داشت. علی خامنه ای در 28 مهر 1370 در دیدار با تعدادی از نویسندگان از احمد خمینی نقل کرد که پدر او مرتب این سریال را نگاه می کرد. با وجود این آیت الله خمینی فردای روزی که صدای زن علاق به اوشین از رادیو پخش شد در نامی غیر منتظره به محمد هاشمی مدیرامل وقت صدا و سیما نوشت فردی که این مطلب را پخش کرد تعذیر و اخراج گردد. دستن درکاران آن هم تعذیر شوند در صورتی که ثابت شود قصد توهین در کار بود بلا شک فرد توهین کننده محکوم به اعدام است <applause> حامیان فتوای خمینی بر علیه سلمان رشدی در انگلیس اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان که بزرگترین انجمن دانشجویان اسلامی در اروپا است بیانیه ای صادر کردند که فتوای خمینی مبنی بر قتل رشدی را تایید میکرد. با وجود غیرقانونی بودن تحریک به قتل در انگلیس یکی از اعضای اتحادیه به خبرنگاران گفت اگر او را ببینم فورا او را خواهم کشت برخی دیگر از رهبران ضمن حمایت از این فتوا مدعی شدند که مسلمانان انگلیس اجازه ندارند خودشان فتوا را اجرا کنند در این میان انجمن مسلمین و رهبر آن کلیم صدیقی و پس از مرگ وی در سال 1996 جانشین وی قیاس الدین صدیقی از این فتوا حمایت کردند متعاقب آن رهبر ایران در سال 2000 حمایت خود را از فتوا مجددا تکرار کرد همزمان در آمریکا جورج سباغ مدیر مرکز مطالعات خاور نزدیک در مصاحبه خود گفت که خمینی در حیطه حقوق خود خواستار مرگ رشدی شد. در ماه مه 1989 در بیروت شهروند انگلیسی جکیمان در پاسخ به فتوای خمینی علیه سلمان رشدی برای انتشار کتاب و حفاظت از او در انگلستان روبوده شد و به چند غربی که قبلا در آنجا گروگان گرفته بودند پیوست. دو ماه قبل از آن عکسی از سه معلم که به گروگان گرفته شده بودند توسط جهاد اسلامی برای آزادی فلسطین این پیام را منتشر کردند تمام نهادها و سازمانهایی که به هر نحوی به اعضای خاندان پیامبر اسلام توهین کنند انتقام میگیریم آنتونی مکروی در سال 2007 در سایت خبری ریلیجیوز اینتلیجنس ادعا کرد در جامعه اسلامی یک کوفرگو با همان نگاه خسمان روبرو می شود که یک پدوفیل در غرب مورد نفرت قرار می گیرد. همانطور که تعداد کمی از مردم در غرب برای قتل یک کودک آزار ازادار هستند، تعداد کمی از مسلمانان نیز برای کشتن یک کافر ازادار می شوند. در 24 سپتامبر 1998 به عنوان پیش شرط برای احیای روابط دیپلماتیک ایران با انگلیس دولت ایران به ریاست محمد خاتمی اصلاح طلب تعهد عمومی داد که نه از عملیات ترور رشدی حمایت کند و نمانه از آن شود. اما برخی در ایران به تایید مجدد حکم اعدام ادامه دادند. در اوایل سال 2005 فتوای خمینی توسط رهبر ایران علی خامنه در پیامی به زائران مسلمان که زیارت سالانه مکه را انجام میدادند مجددا تاکید شد سپاه پاسداران اعلام کرد که حکم اعدام رشدی همچنان پا بر این اساس که تنها کسی که فتوا را صادر کرده میتواند آن را پس بگیرد با توجه به فوت روح الله خمینی در سال 1989 کسی نمیتواند این فتوا را باطل کند در چهارده فوریه 2006 خبرگزاری دولتی ایران گزارش داد که این فتوا برای همیشه پا خواهد ماند. در سال 2007 سلمان رشدی گزارش داد که او همچنان هر سال در چهارده فوریه یک نوع کارت ولنتاین از ایران دریافت می کند که به او اطلاع می دهد که این کشور عهد کشتن او را فراموش نکرده است. نقش کلیم صدیقی در صدور فتوای خمینی علیه سلمان رشدی کلیم صدیقی اندیشمند و نویسنده اسلامی معاصر در انگلیس بود وی مؤسس پارلمان مسلمانان و بنیانگذار انجمن مسلمانان بریتانیا بود صدیقی از مروجان وحدت جهان اسلامی بود که همراه جمعی از همفکران خود در مؤسسه اسلامی پژوهش و برنامه ریزی و مؤثری را جهت نیل به پای ریزی دوباره تمدن اسلامی بر مبنای عدالت جهانی انجام میداد. وی تاثیر عمیقی از انقلاب اسلامی ایران و اندیشه روح الله خمینی گرفته بود. سرویس جهانی بی, بی سی مدعی شد که در سال 1989 دیداری خصوصی بین کلیم صدیقی و محمد خاتمی در فرودگاه مهرآباد صورت گرفت. در این دیدار کلیم صدیقی از محمد خاتمی خواست در مورد کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی اتفاق بزرگی رخ دهد. چند ساعت بعد از این دیدار خصوصی محمد خاتمی به دیدار آیت الله خمینی فتوای قتل سلمان رشدی توسط خمینی صادر شد. کلیم صدیقی به سال 1996 در آفریقای جنوبی در سن 65 سالگی فوت کرد. زندگی مخفی سلمان رشدی همسر رشدی ماریان ویگینز میگوید در چند ماه اول پس از فتوا ما پنج و شش بار تقریبا هر سه روز یک بار نقل مکان می کردیم. در اواخر ژوئیه رشدی از ویگینز جدا شد تنش ناشی از قرار گرفتن در مرکز جنجال بین المللی عصبانیت گذراندن تمام ساعات روز با هم در انزوا رابطی که آنها را بیش از حد متزلزل کرده بود در اواخر سال بعد رشدی اعلام کرد میخواهم زندگیم را پس بگیرم در دسامبر اعلامیه ای را امضا کرد که در آن ایمان اسلامی خود را تأیید می کرده و از وایکینگ پنگوان ناشر آیات شیطانی خواست نه کتاب را منتشر کند و نه اجازه ترجمه آن را به کسی بدهد. اما این نیز نتوانست طرفداران فتوا را متوقف کند. بسیاری از مردم فتوای خمینی را مقدم ای برای حادثه 11 سپتامبر میدانند. خاطرات سالهای مخفی شدن رشدی با عنوان جوزف آنتون در 18 سپتامبر 2012 منتشر شد. جوزف آنتون نام مستعار سلمان رشدی بود. بعد از فتوای آیت الله خمینی رهبر ایران نویسنده زندگی مخفی خود را آغاز کرد. او به مدت ده سال تحت حفاظت پلیس بود. از رشدی خواسته شد نام مستعاری را انتخاب کند تا پلیس او را به آن نام صدا بزند. نامی را از ترکیب نام دو نویسنده جوزف کنراد و آنتون چخوف که رشدی دوستشان داشت انتخاب کرد. رشدی می گوید من آن را عنوان کتاب کردم زیرا همیشه احساس عجیبی داشتم که از من بخواهند نامم را کنار بگذارم. همیشه از این موضوع ناراحت بودم و فکر می کردم ممکن است برای خواننده غریبگی و دوری ایجاد کند. کتاب جوزف آنتون در 18 سپتامبر 2012 منتشر شد. موضوع این کتاب از سالهایی که نویسنده در مخفیگاه خود گذرانده صحبت می کند. سلمان رشدین شامگاه دوشنبه 17 همه مهر ماه 2012 در شهر واشنگتن در مراسمی حاضر شد تا درباره یک کتاب آخر خود که همان زندگی نامه سالهای زندگی مخفیانه او پس از اعلام فتوای قتل او از سوی آیت الله خمینی بود صحبت کند. سالن لیزنر دانشگاه جورج واشنگتن پر از جمعیت شده بود و رابرت سیگل خبرنگار شبکه رادیوی ان پی آر آمریکا هم میزبان مراسم اعلام شده بود. سلمان رشدی با اشاره به کتاب جدید خود که آن را زندگی جوزف آنتون نامگذاری کرده بود گفت: اوائل که میخواستم زندگی نامی آن سالهای خود را بنویسم همیگه آن را به اول شخص نوشته بودم. اینقدر نوشته ها پر از من و خودم و باز من شده بود که از متن خسته شدم یاد نام جعلی خود افتادم و گفتم بگذار به سوم شخص بنویسم و بعد همه چیز درست شد کتاب از روزی شروع می شود که سلمان رشدی در خانه نشسته و خبرنگاری به او زنگ می زند و از او میپرسد نظرتان چیست که رهبر یک کشور دیگر دستور قتل شما را صادر کرده آقای رشدی هم در پاسخ می گوید من که از هیچ چیز خبر نداشتم گفتم باید خیلی بد باشد ولی چند دقیقه بعد فهمیدم منظور چیست کتاب آیات شیطانی زندگی سلمان رشدی را عوض کرد و او را به دامان حفاظت شدید سوق داد به قول خودش خیلی ها جاسوس و مامور دو سفر هفت را فقط خیالی می دانند ولی من هم ساختمانشان را دیدم هم خودشان را و همین که چند سال با من بودند. رابرت سیگل خاطراتش را از زمانی که مجبور شده بود با ماموران و تیم خودش برای مصاحبه و گفتگوی رادیویی پیش سلمان رشدی برود نقل می کند. آن هم در حالی که چشمهایشان را با چشم بند بستند و یک نفر با داشتن روزنامه در دست و از فرودگاه راهنمای آنها شد و آنها را به مکان نامعلومی برد. آقای سیگل چند بار در طور برنامه از سلمان رشدی پرسید آیا ارزشش را داشت؟ فکر نمی کنی به بعضی حوزه ها نباید کار داشت؟ سلمان رشدی اما به سرعت در جواب گفت این مثل مرغ زندگی کردن است. البته دلم نمیخواست این واکنش به کتابم نشان داده شود ولی هیچ کس آن را نخوانده بود. فقط میخواستند یک جریان از آن درست کنند. ضمن اینکه در تاریخ همیشه این نویسنده ها بودند که مرز حمایت از فکر و آزادی بیان را حفظ کردند. سلمان رشدی در تایید حق آزادی بیان گفت زمانی که من در زندگی مخفیانه در بریتانیا بودم در پاکستان کسی فیلمی ساخت که شخصیتی مشابه من یعنی سلمان رشدی در فیلم بود که با یک دست ویسکی سر می کشید و با دست دیگرش شلاق می زد. یکی از راه های بازجویی آنها این بود که اگر میخواستند از کسی حرف بکشند برای او آیات شیطانی می و طرف اعتراف می کرد. سازندگان فیلم تصمیم گرفتند این فیلم را در بریتانیا به نمایش بگذارند و دولت بریتانیا مخالفت خود را اعلام کرد اجازه نمایش به این فیلم را ندادند یکی از دلایل دولت این بود این فیلم توهین به آقای سلمان رشدی است و او میتواند علیه این فیلم شکایت کند آقای رشدی در ادامه گفت من کاری که آن زمان کردم این بود که از همان زندگی مخفیی که داشتم گفتم اگر مشکل من هستم مسئله ای نیست من شکایت نخواهم کرد پس اجازه دهید این فیلم پخش شود سلمان رشدی افزود روزی که بزرگترین سینما را به نمایش این فیلم اختصاص دادند هیچکس این فیلم را ندید به خاطر اینکه بسیار فیلم ضعیف و بدی بود و هیچکس حاضر نبود پول بدهد و وقت بگذارد آن را ببیند در نتیجه آزادی بیان مال همه است. حتی آنهایی که حرفی برای گفتن ندارند. وقتی کسی حرفی برای گفتن نداشته باشد خودش هم حضب می شود. همینطور که الان کسی مردم را مجبور نمی کند آثار کلاسیک و معروف ادبی را بخوانند. اثر خود درخشان است و خود را زنده نگاه داشته است. اثر وقتی خوب باشد میماند و محدودیت فقط مردم را حریص می کند و هیچ کار دیگری انجام نمی دهد. در بخشی که صحبت از فیلم ضد اسلامی معصومیت مسلمانان و دیگر موضوعات به میان آمد آقای رشدی در ادامه سخنانش اینگونه اظهار نظر کرد که آزادی بیان شامل مزخرفات هم می شود باید سعی کنیم دنیا تبدیل به جایی نشود که تهدید به خشونت تعیین کند ما چه می گوییم و چه نمی گوییم از سلمان رشدی در مورد کریستوفر هیچنز نویسنده و روزنامه نگار سوال شد کسی که همواره در زمان زندگی مدافع جدی او بود. آقای رشدی گفت هنوز هم باور نمی کنم از میان ما رفته باشد. وقتی به واشنگتن می روهم، هنوز جای او خالی است. کریستوفر هیچنز در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون تلاش زیادی کرد تا آقای کلینتون با سلمان رشدی دیدار کند بلکه مشکل او حل شود. سلمان رشدی با یادآوری آن دوران گفت در واقع این تلاش جواب داد. سال 1998 بود که دولت حاکم حزب کارگر در بریتانیا شروع به مذاکره با ایران کرد و پس از اینکه همراهی آمریکا هم با این مذاکره دیده شد بالاخره ایران در جریان مذاکرات در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر شد اعلام کند از اجرای فتوای خمینی و حمایت دولتی و حکومتی آن دست بر می دارد. آقای رشدی بار دیگر گفت جلوی زورگو نمی شود کنار نشست همانند یک بچه زورگو در مدرسه که میخواهد قلدور باشد باید بایستید اگر ایستادید کنار میرود وگرنه آن را به عنوان تشویق قلم داد کرده و به آن ادامه میدهد و بیشتر هم میشود او همچنین گفت که نزدیک به دوازده سال است که دیگر در نیویورک زندگی میکند چند بار به سختی های آن دوران اشاره کرد و گفت شانسی که من آوردم این بود که نویسنده بودم من میتوانستم در هر شرایطی بنویسم و همین نجاتم داد اگر کارگردان تئاتر یا سینما بودم و تیم من را از من میگرفتند هیچ کاری نمی توانستم بکنم اما یک نویسنده مینشیند و مینویسد خشم پرشور و اعتراض مسلمانان به کتاب آیات شیطانی کتابی که آن را نخوانده بودند بسیاری از خوانندگان غربی را شگفت زده کرد زیرا این کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده بود نه به زبانهای عربی اردو فارسی یا زبانهای دیگر که زبان مادری اکثریت سخنوران مسلمان است این رمان هرگز در کشورهایی که اکثر مسلمانان در آن زندگی می کنند منتشر نشد یا حتی فروخته نشد. این یک اثر داستانی و رومانی سورئال است که بعید به نظر می رسد برای خواننده معمولی جذاب باشد. باور بسیاری از مسلمانان در خاور میانه این است که هر کشوری قوانینی دارد که هر گونه نشریه یا سخنی را که هدفش تمسخر یا بدنام کردن دین در آن کشور باشد ممنوع می کند. انتشار کتابی که اسلام را مورد تمسخر یا بدنامی قرار میداد نشان دهنده احساسات و تمایلات ضد اسلامی در آن کشور بود اگرچه در انگلستان این قانون هیچگاه اجرا نشد با این حال در سال 2008 به طور کامل لغو شد تا آن زمان در این کشور قوانینی وجود داشت که توهین به دین مسیحیت را ممنوع می کرد. دیدگاه بسیاری از مسلمانان مبنی بر اینکه انگلیز، آمریکا و سایر کشورهای غربی درگیر جنگ علیه اسلام هستند و آنچه در ظاهر محصول تخیل یک نویسنده است در واقع یک توطعه در مقیاس ملی یا فراملی است اکبر حاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران در یک بخش از رادیو تهران ریشه های تاریخی کتاب رشدی را توضیح داد هر کس با تاریخ استعمار و جهان اسلام آشنا باشد میداند که هر وقت میخواستند در کشوری جای پایی داشته باشند اولین کاری که میکردند تا راهشان را باز کنند چه آشکار یا پنهان تضعیف اخلاق اصیل اسلامی مردم بود او مدعی شد وزیر خارجه انگلیس که نامش فاش نشده است زمانی به پارلمان انگلیس گفت تا زمانی که قرآن مورد احترام مسلمانان باشد نمیتوانیم در میان مسلمانان جای پای خود را محکم کنیم با وجود شدت احساسات مسلمانان در مورد این موضوع هیچ دولت غربی آیات شیطانی را ممنوع نکرد. این در درجه اول به این دلیل بود که اکثر دولت های غربی به طور سریح یا ضمنی اجازه آزادی بیان را می دهند که این آزادی شامل ممنوعیت سانسور هم می شود. نگرش غرب در مورد آزادی بیان با نگرش در جهان عرب متفاوت است زیرا غربی ها کمتر از تمسکر شخصیت های مذهبی شوکه می شود. تابو و توهین به مقدسات در غرب تقریبا مرده است. کفرگویی داستان قدیمی است و دیگر نمیتواند شوکه کننده باشد. نمونه هایی از فیلم ها و کتاب هایی که علا رغم توهین به مقدساتشان اعتراض کمی در غرب برانگیخت یا هیچ اعتراضی بر خدا میداند اثر جوزف هلر که داستان های کتاب مقدس را به فیلم های تبدیل کرد. حتی پروتکل‌های های بزرگان سحیون کتابی که نه تنها توهین آمیز و نادرست بود بلکه میتوان گفت بسیار خطرناک بود که الهام بخش کشتار یهودیان در روسیه و کمک به ایدئولوژی نازی ها بود به طور رایگان در غرب در دسترس بود فتوای خمینی بر علیه سلمان رشدی مخالفانی هم داشت وله سوینکا نویسنده اهل نیجریه و برنده جایزه نوبل از حامیان سلمان رشدی که به علت این حمایت مورد تهدید قرار گرفت. نجیب محفوظ نویسنده و برنده جایزه ادبیات نوبل از حامیان سلمان رشدی که مورد سوء قصد قرار گرفت. نجیب بعدا توسط یک بنیادگرای مسلمان با ضربات چاقو به گردن مورد حمله قرار گرفت. برخی از سیاستمداران و نویسندگان غربی از رشدی انتقاد کردند. جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا ضمن محکوم کردن تهدیدها و فتوای رشدی اظهار داشت ما به تبلیغ او و کتابش پرداخته ایم بدون اینکه از آن داشته باشیم که این توهین مستقیم به میلیون ها مسلمان است که اعتقادات مقدسشان زیر پا گذاشته شده است. او همچنین معتقد بود که رشدی باید از واکنشی که کتابش برانگیزاند آگاه می بود. در میان نویسندگان انتقادات روالد کوبنده بود و کتاب رشدی را هیجان انگیز و رشدی را اپورتونیست خطرناک نامید. جان لو کاره حکم اعدام را ظالمانه دانست اما از اقدام رشدی نیز انتقاد کرد. فکر نمی کنم به هیچ یک از ما این اجازه داده شود که نسبت به ادیان بزرگ بی احترامی کنیم. اگرچه او بعدا از این بابت ابراز پشیمانی کرد. باید یادآور شویم که رشدی توسط نهادهای بزرگ ادبی در جهان مانند پن و انجمن ناشران آمریکایی حمایت میشد واحد 400 ترورهای برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی حوریه قرداغی گویش نسیم تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف, بوف. چند تن از نویسندگان جهانی که حامی کتاب رشدی بودند علاوه بر ول سوینکا اهل نیجریه و نجیب محفوظ میتوان به نویسندگان زیر اشاره کرد که حمایت خود را از کتاب آیات شیطانی و سلمان رشدی اعلام کردند. گونتر ویلهلم گراس نویسنده مجسم ساز و نقاش آلمانی مارتین امیز رومان نویس نویسنده داستان کوتاه، استاد دانشگاه فیلم نام نویس اهل بریتانیا ساول بلو نویسنده آمریکایی کانادایی تبار که به خاطر دستاوردها و, و آثار ادبی خیش برنده جایزه نوبل ادبیات، جایزه پولیتزر و نشان ملی هنر آمریکا شد. او تنها نویسنده است که سه بار برنده جایزه کتاب ملی برای نوشته های خود شده است. نادین گوردیمر نویسنده و فعال سیاسی اهل آفریقای جنوبی که در سال 1991 برنده جایزه نوبل ادبیات شد. این نویسنده یکی از چهره های سرشناس ادبیات جهان علیه آپارتاید بود. درک آلتون والکات شاعر، نمایش نام نویس و نقاش برنده جایزه نوبل ادبیات و جایزه تی اس الیوت در سال 2011 بود. درک والکات یکی از چهره های شاخص ادبیات پسا استعماری بود. از حامیان اصلی رشدی کریستوفر اریک هیچنز نویسنده منتقد و روزنامه نگار انگلیسی آمریکایی از پیشدازان مکتب ضد خدایی و خدا نو بود او گفت که این فتوا او را متقاعد کرد که بنیادگرایی اسلامی یک تهدید فوری است وی بعدا خود کتاب خدا بزرگ نیست بحثی علیه دین را نوشت با این حال ماجرای رشدی به احتیاط بیشتر و درجاتی از خودسانسوری در برخورد با مسائل اسلامی در هنرهای ادبی و سایر هنرهای خلاق منجر شد شخصیت هایی که مخالف و منتقد سلمان رشدی بودند بسیاری از شخصیت های مذهبی در آمریکا و انگلیس از توهین به مسلمانان متدین به شدت بیزار بودند و مانند هموطنان سکولار خود از رشدی دفاع نکردند. اسقف اعظم کانتربری رابرت رانسی از دولت خواست که قانون توهین به مقدسات را برای پوشش سایر ادیان از جمله اسلام گسترش دهد. برخی از خاخام ها مانند ایمانوئل یاکوبویتز خواخام اعظم جماعت متحد ابری کشورهای مشترک المنافع با انتشار این کتاب مخالفت کرده رولد دال داستان نویس انگلیسی نروژیال اصل هم از منتقدان سلمان رشدی بود جان لو کاره نویسنده انگلیسی رمانهای جاسوسی از مخالفان سلمان رشدی بود رویدادنگاری کتاب آیات شیطانی 26 سپتامبر 1988 این رمان در انگلیس منتشر شد. خوشوان سینگ، روزنامه نگار، سیاست مدار و رومان نویس مشهور هند هنگام بررسی کتاب در هفته نامیگ مصور ممنوعیت آیات شیطانی را پیشنهاد کرد زیرا او متوجه واکنشی بود که ممکن بود در بین مردم ایجاد کند. پنجوم اکتبر 1988 هند واردات این رمان را ممنوع کرد پس از آنکه سید شهاب الدین نماینده پارلمان هند و سردبیر ماهنامه مسلمانان هند از دولت راجا گاندی درخواست کرد تا این کتاب را ممنوع کند در سال 1993 سید شهاب تلاش کرد تا کتاب دیگری به نام نظر رام سواروب درباره مسیحیت و اسلام را ممنوع کند اکتبر 1988 تهدید به مرگ رشدی او را مجبور به لغو سفر و گرفتن محافظ شخصی کرد. کمپین نامنگاری به وایکینگ پرس انتشاراتی مسئول چاپ کتاب آیات شیطانی در آمریکا ده ها هزار نامیگه تهدیدآمیز را به همراه داشت. 21 که نوامبر 1988 شیخ اعظم مصر الازهر از سازمان های اسلامی در انگلیس خواست تا برای جلوگیری از توضیع رمان اقدام قانونی کنند. 24 نوامبر 1988 این رمان در آفریقای جنوبی و پاکستان ممنوع شد. این ممنوعیت ها ظرف چند هفته در عربستان سعودی، مصر، سومالی، بنگلادش، سودان، مالزی، اندونزی و قطر دنبال شد. دوم دسامبر 1988 برای اولین بار سوزاندن آیات شیطانی در انگلیس اتفاق افتاد 7000 مسلمان در راهپیمایی سوزاندن کتاب در بولتون شرکت کردند اگرچه رسانه‌ها به ندرت این رویدادها را پوشش دادند 14 ژانویه 1989 یک نسخه از کتاب در برادفورد سوزانده شد پوشش رسانه ای و بحث گسترده ای را در وسایل ارتباط جمعی داشت. برخی از غیر مسلمانان هم از این اعتراضات حمایت کردند. جامعه 1989، شورای دفاع اسلامی از انتشارات پنگوان خواست عذرخواهی خواهی کنند و رمان را پس بگیرد. نسخه های موجود را از بین ببرد و هرگز آن را تجده چاپ نکند. فوریه 1989 اولین نسخه از کتاب در آمریکا همراه با نقد کتاب در مطبوعات آمریکا در کتاب فروشی ها ظاهر شد. 12 فوریه 1989 در حمله ده هزار نفری به مرکز فرهنگی آمریکا در اسلام آباد پاکستان در اعتراض به رشدی و کتابش شش نفر کشته و صد نفر زخمی شدند. سیزده فوریه 1989 در اعتراضات ضد سلمان رشدی در سرینگار، جامو و کشمیر یک نفر کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. 14 فوریه 1989 روح الله خمینی رهبر ایران فتوایی صادر کرد و از همه مسلمانان خواست که همه دستن در کاران انتشار رمان آیات شیطانی را اعدام کنند. بنیاد 15 خرداد یک بنیاد مذهبی ایران پاداش 3 میلیون دلاری برای قتل رشدی تعیین کرد. شانزده فوریه 1989 گروه های اسلامگرای مسلح مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان اشتیاق خود را برای اجرای فرمان امام اعلام کردند. 17 فوریه 1989 فروشگاه های زنجیره ای کتاب از جمله بی دالتون، بارنز اند نوبل والدنبوک گفتند که دیگر کتاب را نمی فروشند. شرکت بارنز اند نوبل بزرگترین خورده فروشی کتاب در ایالات متحده آمریکا است. این شرکت به طور عمده از طریق فروشگاه های یک کتاب خود که کتاب فروشی های بارنز اند نوبل نام دارند فعالیت می کنند. 18 فوریه 1989 رشدی اوزر خواهی کرد. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گفت اظهارات رشدی برای عفو او کافی تلقی می شود. 19 فوریه 1989 کمینی با صدور حکمی اعلام کرد عذرخواهی و پشیمانی رشدی نمیتواند مانع حکم اعدام او گردد 22 فوریه 1989 رمان در آمریکا منتشر شد کتاب فروشی های بزرگ بارنز ان نوبل و والدنبوک، پس از دریافت تهدیدات متعدد این رمان را از یک سوم کتاب فروشی های کشور حذف کردند 24 فوریه 1989 در اثر تظاهرات بزرگ ضد رشدی در شهرهای بمبئی، مهاراشتار در هندوستان 12 نفر جان خود را از دست دادند و چهل نفر مجروح شدند. 28 فوریه 1989 کتاب فروشی های زیادی از جمله کوبیس و والدنبوک در آمریکا به دلیل فروش رمان به آتش کشیده شدند. 28 فوریه 1989 دفاتر ریوردیل پرس یک روزنامه هفتگی در برانکس توسط بمب‌های آتشین ویران شد تماس گیرنده به 911 گفت این بمب گذاری در تلافی سرمقاله ای بود که از حق خواندن رمان آیات شیطانی دفاع می کرد و از فروشگاه های زنجیره ای انتقاد می کرد که فروش آن را متوقف کردند. هفتم مارس 1989 ایران روابط دیپلماتیک خود را با انگلیس قطع کرد. مارس 1989، کتاب فروشی های مستقل از جمله کودیس در برکلین، کالیفرنیا، آمریکا و پاولز در پورتلند، اوورگان به فروش کتاب ادامه دادند. مارس 1989، سازمان کنفرانس اسلامی از 46 دولت عضو خود خواست تا این رمان را ممنوع کننده. این سازمان برای داشتن این کتاب مجازات سه سال زندان و 2500 دلار جریمه نقدی تعیین کرده. در مالزی سه سال زندان و جریمه 7400 دلاری، در اندونزی یک ماه زندان یا جریمه نقدی تعیین کردند. تنها کشوری با جمعیتی عمدتا مسلمان که در آن رمان قانونی باقی مانده، ترکیه است. چندین کشور با اقلیت مسلمان از جمله گینه نو، تایلند، سریلانکا، کنیا، تانزانیا، لیبریا و سیار لئون نیز برای داشتن این رومان مجازات تعیین کردند. مه 1989 یوسف اسلام موزیسیان حمایت خود را از این فتوا نشان داد و در طول یک مستند تلویزیون انگلیسی طبق گزارش نیویورک تایمز اظهار داشت که اگر رشدی در خانه او ظاهر شود ممکن است به کسی زنگ بزند یا بیشتر از آنچه که دوست دارد به او آسیب بزند در چنین شرایطی من سعی می کنم با خمینی تماس بگیرم و به ایشان بگویم که این مرد دقیقا کجاست یوسف اسلام بعدا حمایت از فتوا را تکذیب کرد 27 مه 1989 15 هزار تا هزار مسلمان در میدان پارلمان لندن گرده هم آمدند و رشدی را به شکل مجسمه سوزاندند و خواستار ممنوعیت رومان شدند. سوم جوان 1989 خمینی درگذشت. خامنه ای رئیس جمهور پیشین به عنوان رهبر جدید معرفی شد. 31 ژوئیه 1989 بی فیلم زیافت شب شعر تونی هریسون را پخش کرد که در آن هریسون با تشبیه رشدی به مولیگر، ولتر، اومر خیام و بایرون از او دفاع کرد. پس از پخش فیلم هریسون شعری با عنوان آیات شیطانی در روزنامه ابزورور منتشر کرد که در آن نوشت من از درگیری ذهنی دست بر نمی دارم. قلمم در دست نخواهد خوابید تا رشدی حق حیات داشته باشد و کتاب ها سوزانده یا ممنوع نشوند. سه اوت 1989 مردی با نام مستعار مصطفا محمود مازه به طور تصادفی در طبقه دوم هتلی در مرکز لندن هنگام تهیه بمبی که قصد کشتن سلمان رشدی را داشت و بر اثر انفجار کشته شد. 1990 رشدی از مسلمانان عذر خواهی کرد. 1990 رشدی مقاله ای را در مورد مرگ خمینی به نام با حسن نیت منتشر کرد تا منتقدان خود را آرام کند و آزار خواهی کرد که در آن ظاهرا احترام خود را برای اسلام تایید می کند. با این حال روحانیون ایرانی فتوا را پس نگرفتند. 1990 پنج بمبگذاری که تا فروشی ها را در انگلستان هدف قرار دادند. 24 دسامبر 1990 رشدی اعلامیه ای را امضا کرد تا ایمان اسلامی خود را تعیین کند و از وایکینگ پنگوان ناشر آیات شیطانی خواست نه کتاب را منتشر کند و نه اجازه ترجمه آن را بدهد. روشنی در اعلامیه ای مبنی بر تایید ایمان اسلامی خود و دعوت از شرکت انتشاراتی وایکینگ پنگوان ناشر آیات شیطانی همه را شگفت زده کرد. او از این شرکت انتشاراتی خواست نه کتاب را با جلد شومیز منتشر کند و نه اجازه ترجمه آن را بدهد. در واقع این حرکت چندان غافل گیر کننده نبود زیرا این عمل در راستای تلاشای رشدی برای خارج کردن خود از حبس خانگی و بازگشت به زندگی عادی بود با تبدیل شدن ماها زندگی مخفی به سالها رشدی دریافت که اگر کاری انجام ندهد برای همیشه محکوم به زندگی مخفی بدون آزادی رفت و آمد خواهد بود خمینی در جوان 1989 درگذشت و رشدی امیدوار بود بتواند دوباره در جامعه ظاهر شود. مقامات ایران اشاره کردند نویسنده را با شدت قبلی تعقیب نخواهند کرد اما فرمان خمینی سر جای خود باقی خواهد ماند. به نظر می رسید رشدی بعد از مرگ خمینی برای بازگشت به زندگی عادی امیدوار شده بود. او با اعلام اینکه می خواهم زندگیم را پس بگیرم شروع به آزمایش از قبیل رفتن به تلویزیون و کتاب فروشی ها کرده. رشدی معتقد بود که معرفی کتاب جدیدش با عنوان داستان کودکانی هارون و دریای قصه آیات شیطانی را کتابی قدیمی تا حدی داستانی تمام شده نشان دهد. او خواستار پایان دادن به بحث شد. او با این توجیه که عصبانی ترین فرد هم برای همیشه عصبانی نمیماند ابراز خوشبینی کرد که ظرف یک سال از مخفیگاه خارج شود. وی معتقد بود برخی از رهبران دینی به دیدگاه او رسیده اند که سوء تفاهمی پیش آمده و اشتباهی صورت گرفته است اما رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای تلاش های رشدی را رد کرد و با یادآوری سخنان آیت الله روح الله خمینی اعلام کرد حتی اگر رشدی توبه کند و وارست ترین مسلمان عصر شود حکم اسلام ثابت و باقی میماند آیت های ایران عذرخواهی رشدی را حقارت آمیز و اعدام او را نهایت ادای احترام به آیت الله خمینی می دانند. آنها معتقدند هیچ چیزی این فتوا را تغییر نمی دهد و فتوا علیه او به طور دائمی خواهد ماند. 11 ژانویه 1991 هیتوشی ایگاراشی مترجم ژاپنی رمان توسط یک دانشجوی مبادله بنگلادشی به ضرب چاقو کشته شد. اتور کاپریولو مترجم ایتالیایی کتاب آیات شیطانی به شدت زخمی شد. دوم جویه 1993 37 تن از روشنفکران ترک و مردم محلی شرکت کننده در جشنواره ادبی پیر سلطان عبدال در اثر آتش زدن هتل توسط گروهی از اسلامگرایان تند رو در پی فتوای خمینی جان خود را از دست دادند. اکتبر 1993 ناشر نروژی رمان ویلیام نیگارد مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شدت مجروح شد. 26 اوت 1995 مصاحبه ای با رشدی در روزنامه تایمز منتشر شد که رشدی به مصاحبه مکلوی گفت که تلاش او برای جلب رضایت افرادگرایان با نشان دادن ایمان اسلامیش و خواستن از ناشر کتابش برای توقف انتشار کتاب بزرگترین اشتباه زندگیش بود. 1998 دولت ایران علنا اعلام کرد که نه از عملیات ترور رشدی حمایت می کند و نه مانع از آن خواهد شد. این به عنوان بخشی از توافق گسترده تر برای عادی سازی روابط ایران و انگلیس اعلام شد. به گفتی که برخی از روحانیون برجسته ایران علا رقم مرگ خمینی و اعلامیه رسمی دولت ایران این فتوا همچنان به قوت خود باقی است. کمال خرازی وزیر امور خارجه وقت ایران گفت دولت جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه قصدی برای تهدید جان نویسنده آیات شیطانی یا هر فرد مرتبط با اثر وی ندارد و هیچ اقدامی را نیز برای انجام آن تشویق یا کمک نخواهد کرد. این سخنان آقای خرازی در پی اظهارات محمد خاتمی رئیس جمهور ایران در نیویورک بود که به خبرنگاران گفته بود ماجرای رشدی به طور کامل پایان یافته است رابین کوک وزیر امور خارجه بریتانیا که در کنار آقای خرازی ایستاده بود گفت خوشحال است که وزیر امور خارجه ایران موضع سیاسی کشورش را در این موضوع روشن کرده و دادن پاداش به شخصی که آقای رشدی را بکشد رسما لغو شده است اگرچه یک بنیاد ایرانی برای مرگ نویسنده یک ساله هندی الاصل بریتانیایی که به گفته آقای خرازی رمانش هنوز هم ایرانیان را آزرد خاطر می کند دو ممیز 5 میلیون دلار جایزه می دهد ولی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که از این پاداش حمایت نمی کند. آقای رشدی که از شنیدن این خبر ما تو شده بود در یک مصاحبه تلویزیونی گفت تمام شد. او گفت تا زمانی که به ملاقات با دولت بریتانیا نرفتم مطمئن نبودم. اما آنها قاطعانه به من گفتند که همین است. این یک پیشرفت است. دیگر هیچ تهدیدی از سوی رژیم ایران وجود ندارد. فتوا بر تاک میماند تا پژمرده شود. آقای رشدی علاوه بر دیدار با مقامات وزارت خارجه بریتانیا دوبار با آقای کوک تلفنی صحبت کرد و گفت که از تضمین های دولت متقاعد شده است او گفت اطلاعات سریع موکد و قطعی از سوی دولت بریتانیا به من داده شده است که این درست است 1991 یک بنیاد ایرانی مبلغ ممیز 8 میلیون دلار برای کشتن سلمان رشدی جایزه تعیین کرد 14 فوریه 1999 در دهمین ده سالگرد صدور حکم علیه رشدی بیش از نیمی از نمایندگان مجلس ایران بیانیه ای را امضا کردند که در آن اعلام شد حکم رشدی کفرگو امروز مرگ و فردا سوزانده شدن تا ابد در جهنم است 14 فوریه 2000 حسن سانعی رئیس بنیاد 15 خرداد مجددا تاکید کرد که حکم اعدام همچنان معتبر است و مبلغ 2.8 میلیون دلار پاداش برای بهره به قاتلان رشدی پرداخت خواهد شد ژانویه 2002 آفریقای جنوبی ممنوعیت خود را برای آیات شیطانی لغو کرد 16 فوریه 2003 سپاه پاسداران ایران بار دیگر خواستار ترور رشدی شد. به گزارش ساندی هرالد، حسن ای، رئیس بنیاد نیمه رسمی 15 خورداد که مبلغ 2.8 میلیون دلار را برای قتل سلمان رشدی اختصاص داده، در مصاحبه ای با روزنامه جمهوری اسلامی اعلام کرد که بنیاد او اکنون سه میلیون دلار به هر کسی که سلمان رشدی را اعدام کند پرداخت خواهد کرد. اوایل سال 2005 فتوای خمینی علیه روشنی توسط رهبر معنوی ایران علی ای در پیامی به زائران مسلمان که زیارت سالانه مکه را به جا آوردند مجدداً تأکید شد. ایران درخواست‌های پس گرفتن فتوا را رد کرد. زیرا تنها کسی که آن را صادر کرده است می‌تواند آن را پس بگیرد. 14 فوریه 2006 خبرگزاری رسمی ایران به مناسبت سال روز تأسیس بنیاد شهید اعلام کرد فتوای امام خمینی در مورد سلمان رشدی مرتد برای همیشه جاری است. 15 ژوئن 2007 سلمان رشدی به دلیل خدماتش به ادبیات معاصر دنیا نشان شوالیه را از دولت انگلیس دریافت کرد. این عمل اعتراض گروه های اسلامی را برانگیخت. 29 ژوئن 2007 بمبهایی که در نقاط مختلف لندن کار گذاشته شده بود احتمالاً با لقب شوالیه سلمان رشدی مرتبط بوده است. 24 ژانویه 2012 معاون مدرسه دارالعلوم دیو بند یک مدرسه اسلامی در هند درخواستی صادر کرد که از دادن ویزا به سلمان رشدی برای حضور برنامه ریزی شده او در جشنواره ادبیات جیپور در پایان ژانویه خودداری شود. دولت هند پاسخ داد که هیچ برنامه ای برای ممنوعیت ورود رشدی به کشور وجود ندارد رشدی چندین بار در گذشته به هند سفر کرده نیازی به ویزا ندارد زیرا دارای شناسنامه هندی است که به دارندگان آن این اجازه را می دهد بدون مدارک دیگر به کشور محل تولد خود سفر کنند رشدی در نهایت با استناد به گزارش های مبنی بر تلاش های احتمالی برای ترور تصمیم گرفت در جشنواره شرکت نکند نمایندگان رشدی در جشنواره ادبیات جیپور پس از خواندن گزیدههایی از آیات شیطانی که در هند ممنوع است از جیپور فرار کردند 22 فوریه 2016 گروهی متشکل از چهل سازمان رسانه دولتی در ایران 600 هزار دلار جمعوری کردند تا به جایزه اجرا کنندگ فتوای خمینی برای اعدام رشدی اضافه کنند. 24 آپریل 2018 گردانندگان انتشارات و سایت اینترنتی آوای بوف که در ویرایش چاپ الکترونیکی و انتشار کتاب آیات شیطانی به فارسی و ارائه فایل صوتی کتاب در اینترنت به صورت رایگان دست داشتند در کشور دانمارک مورد سوء قصد قرار گرفتند. دوازده اوت 2022 سلمان رشدی قبل از ارائه سخنرانی خود در چاتاکوا واقع در نیویورک به وسیله چاقو از ناحیه گردن و شکم مورد حمله قرار گرفت. مختصری درباره کتاب آیات شیطانی کتاب آیات شیطانی چهارمین رمان سلمان رشدی نویسنده هندی انگلیسی است. این کتاب برای اولین بار در سپتامبر 1988 منتشر شد. کتاب از زندگی پیامبر اسلام الهام گرفته شده است. سلمان رشدی مانند کتاب های قبلیش از واقع جادویی استفاده و برای خلق شخصیت هایش بر رویدادها و افراد معاصر تکیه کرد. این کتاب اولین بار چهار مهر 1367 برابر با 26 سپتامبر 1988 از سوی انتشارات پنگوان انگلستان به زبان انگلیسی در 547 صفحه انتشار یافت. تا کنون بیش از 140 بار در نقاط مختلف جهان به زبانهای مختلفی از جمله عربی، اسپانیایی، آلمانی، چینی، روسی و فارسی انتشار یافته است. آیات شیطانی در همان سال برنده جایزه ادبی کاستا شد این رمان یکی از پنج نامزد جایزه ادبی معتبر بوکر در سال 1988 میلادی بود که موفق به دریافت جایزه نهایی شد بنابر آنچه از مجله اشپیگل نقل شده سلمان رشدی پیش از چاپ و انتشار کتاب خود حدود یک و نیم میلیون مارک به عنوان پیش پرداخت از ناشر کتاب خود دریافت کرد که این مبلغ تا آن روز بی سابقه بود نام کتاب آیات شیطانی اشاره ای به افسانه غرانیق دارد. بر پایه روایت مذکور پیامبر هنگام خواندن آیات 19 و 20 سوره نجم آیاتی را تلاوت کرد که سخن از شفاعت بوتا می و همان شب جبرئیل بر پیامبر نازل شد و به وی تذکر داد که آن آیات وسوسه های شیطانی بودند. بسیاری از علمای شیعه و اهل سنت روایت غرانیق را افسانه می داند. آیات شیطانی نه فصل دارد یک جبرئیل فرشته دو ماهوند سه ال او ان دی او ان چهار آیشه پنج شهر پیدا و ناپیدا شش بازگشت به جاهلیت هفت ازرائیل فرشته هشت شکافتن دریای عرب نه چراغ شگفتانگیز در این رمان از پیامبر اسلام با عنوان ماهوند یاد می شود. نامی به معنای تجسم شیطان که در قرون وسطا از سوی مخالفان اسلام برای اتهام دروغین بودن پیامبری حضرت محمد به کار می رفت. قرآن کریم در کتاب آیات شیطانی آمیزه ای از داستان، افسانه و پندارهای شیطانی قلم داد شده است. در بخش دیگری از آیات شیطانی اتهام انحراف اخلاقی به همسران پیامبر وارد شده است. نویسنده تواف کعبه را به شکل صفی طولانی تصویر می کند که مراجعان به فاهش خانه در انتظار ورود به آن هستند. در این کتاب برخی صحابی پیامبر از جمله بلال و سلمان فارسی با تعبیرهایی مانند هیولای سیاه پدیده پست جهان آدمیت معرفی شده اند. یک رشته از حکایات روایی نیمه جادویی در ذهن بیمار جبرئیل فرشته در درون داستان جای گرفته و با جزئیات مرتبط فراوان و نیز مایه های متعارفی از وحی الهی، ایمان و تعصبات مذهبی و همچنین تشکیکات به هم پیوند خورده است. یکی از این حکایات فرعی شامل بیشترین عناصری است که برای مسلمانان توهینآمیز تلقی گردیده است این حکایت شامل بازگویی دگرگون شده که زندگی محمد که در رمان ماهوند یا پیامبر در شهر مکه در رمان با نام جاهلیه است در میان این حکایت بخش آیات شیطانی روایت می شود که در آن پیامبر ابتدا خبر از وحی آیاتی در پشتیبانی از بوتهای شرکالود دیری نمی دهد ولی بعد آن را لغزشی برخواسته از القاعات شیطانی عنوان می دارد. دو شخصیت نیز در حکایت معرفی می گردند که به مخالفت با پیامبر می پردازند. یکی زن کاهن بیدین شیطان صفتی با نام هند است و دیگری شاعری بزلگو، گمانمند و حتاک حت با نام بال است. وقتی پیامبر پیروزمندانه به شهر باز میگردد، بال خود را در یک روسبی خانه زیرزمینی که در آن روسبی ها نام همسران پیامبر را برخیش نهاده اند، پنهان می سازد. همچنین یکی از صحابه پیامبر در تشکیک صحت گفتار او مدعی می شود که پیامبر در بخشهایی از قرآن در حین وحی زیرکانه دستکاری کرده است. بخش دوم داستان آیشه رعیت هندی را به تصویر می کشد که مدعی می شود از جبرئیل فرشته مقرب به او وحی می شود. او همه عوام روستایش را رو اخفال می کند تا با پای پیاده برای زیارت به مکه سفر کنند. با این ادعا که می توانند پیاده از دریای عربی بگذرند. این زیارت هنگامی که باورمندان همه پا به دریا گذارده و ناپدید می شوند به پایانی مصیبت بار می انجامد. در این میان شاهدان واقعه شهرهای زد و نقیزی از غرق شدن یا گذر معجزهوار این افراد از آب ارائه می دهند. بخش سوم رویای یک رهبر مذهبی متحجر تبعیدی با نام امام را در اواخر قرن بیستم به تصویر می کشد. این شخصیت کنایه‌ای شفاف به زندگی روح الله خمینی در زمان تبعیدش در پاریس دارد. ولی همچنین با دستمایه های اصلی راوی بازگشت کننده به شخصیت پیامبر در ارتباط است. همانطور که اشاره شد کتاب آیات شیطانی بر پایه یک ماجرایی در صدر اسلام مشهور به غرانیق نوشته شده است که در بسیاری از کتاب های معتبر تاریخ اسلام مانند تاریخ تبری آمده است غرانیق جمع قرنوق یا قرنیق است قرنوق به معنای مرغ آبی که گردن بلندی سپید یا سیاه رنگ دارد در تعابیر مختلف این مرغ به معنای جوان سپید زیبا روی نیز به کار رفته است. برخی غرنوق را لکلک لک یا بوتیمار نیز معنا کرده اند. از این رو این آیات را غرانیق می نامند که به گمان اعراب بوتا مانند پرندگان به آسمان اروج می کنند و برای پرستندگان خود شفاعت می نمید. بر پایه این روایت غرانیق در ادبیات اسلامی اشاره به ماجرایی دارد که بر اساس برخی منابع مانند تاریخ تبری محمد پیامبر اسلام در دوران زندگی در مکه در حال خواندن سوره نجم بود که شیطان دو آیه کوتاه در دهان وی قرار داد و سپس پیامبر اسلام توسط جبرئیل از وحی نبودن این آیات و شیطانی بودن آن آگاه شد اکثر مستشرقین این داستان را با این استدلال پذیرفتند که امکان اینکه مسلمانان خودشان چنین داستانی را ابداع کنند یا اینکه آن را از معاندان اسلام بپذیرند کم است بیشتر مسلمانان دوران معاصر تا پیش از انتشار رمان جنجالی آیات شیطانی در دهه 1980 میلادی توسط سلمان رشدی در این مورد از این ماجرا اطلاعی نداشتند. محمد وجود سه خدای مکه را که دختران الله خوانده شدند پذیرفت، آنها را ستایش کرد و شفاعتشان را وارد دانست. در این سوره آیه های 19 و 20 اشاره ای به ثبوت معروف اعراب پیش از اسلام لات و منات و عزا شده است. طبق داستان قرانیق محمد دو آیه دیگر در ادامه این دو آیه خانده است که بعدها از متن قرآن حذف شدند. متن دو آیه ادعا شده و این نهان قل اولا و این نه معنی آن به فارسی چنین است؟ ایشان مرغان بلند پروازند که بر شفاعتشان امید می سرانجام محمد آیه سجده را خواند و مسلمانان و نو مسلمانان به سجده افتادند. این رفتارها و گفتارها نوعی سازش با نامسلمانان تلقی می شد. مسلمانان مهاجر پس از شنیدن این خبر به مکه بازگشتند اما پس از نازل شدن جبرئیل بر محمد و آگاه ساختن او وی این آیه ها را پس گرفت اولین اقدام برای ترور سلمان رشدی چهاردهم مرداد 1368 در حالی که کمتر از شش ماه از فتوای قتل سلمان رشدی میگذشت جوان لبنانی به نام مصطفی مازه وارد هتلی در غرب لندن شد که در طبقه سوم آن سلمان رشدی سکونت داشت مازه که یکی از پیروان خمینی بود تصمیم داشت حکم قتل نویسنده ی آیات شیطانی را اجرا کند بنابراین اتاقی در طبقه دوم هتل بورلی هافز به مبلغ 39 پوند و پنس اجاره کرد و منتظر فرصت ماند. از آنجا که محل اقامت سلمان رشدی تحت تدابیر شدید امنیتی بود، مازه تنها راه قتل او را عملیات انتحاری تشخیص داده بود. او در روز واقعه مقداری ماده منفجره سی فور به بدن خود وصل کرد و روی آنها لباس پوشید و با سرعت به سمت طبقه بالا حرکت کرد. سیفور ماده ای بسیار حساس است که با کمترین حرارت منفجر می شود. این نکته ای بود که مازه به دان وقوف کامل نداشت. حرکت سریع او دمای محیط و لباسهایی که روی ماده منفجره پوشیده بود باعث شد قبل از رسیدن به هدف انفجار فجار صورت گیرد. مصطفی مازه عنوان اولین شهید اجرای فتوای خمینی در قتل سلمان رشدی را به خود اختصاص داد. مازه فردای آن روز 22 ساله میشد. قطعات بدن او بعد از هفت ماه به خانوادهش در لبنان تحویل داده شد. شنبه 5 آگوست 1989، 14 مرداد ماه 1368 در حالی تنها چهار ماه و 20 روز از فتوای تاریخی آیت الله خمینی درباره حکم قتل سلمان رشدی مرتد میگذشت خبری مهم با تیتری دروش در رسانه های جهان منتشر شد. رشدی هدف بمبگذاری در هتل روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن نوشت دیروز یک گروه اسلامگرا در لبنان اعلام کرد تروریستی که روز پنجشنبه بر اثر انفجار بمب در هتلی در غرب لندن کشته شد یکی از اعضای این گروه بود او در حال آماده سازی بمبی برای کشتن سلمان رشدی و اجرای فتوای خمینی بود تیگه یاد داشته دست نویسی که تحویل روزنامه النهار در بیروت گردید، سازمان جهادگران اسلام اعلام کرد مسلمانان اکنون برای از دست دادن اولین شهیدی که به هنگام انجام مقدمات حمله علیه سلمان رشدی مرتد جان خود را از دست داد سوگوارند و شهدای بعدی به این اهداف خواهند رسید. گروه فوق ذکر در این بیانیه تاکید کردند هر فردی از جمله خانم مارگارت تاشر که از رمان آیات شیطانی و از سلمان رشدی حمایت کند بهای های آن را خواهد پرداخت. گزارشی که از روند تحقیق درباره انفجار انتحاری مازه منتشر شد بدین شرح بود. اسکاتلند یارد در حال تحقیق در این زمینه می باشد. در حال حاضر مشخص شده است که پنجشنبه بعد از ظهر دوم در هتل بورلی هافز واقع در منطقه ساکس گاردنز پادینگتن منفجر شد. تصور می شود که اولین بمب به هنگام سوار کردن آن توسط تروریستی که معتقدند الجزایری یا مراکشی باشد و ملقب به مازه هست منفجر گردید و انفجار دومین بمب 15 دقیقه بعد متعاقب به انفجار اول صورت گرفت. بمب ها در مجموع حاوی 5 پوند حدوداً 2 نیم کیلو مواد منفجره پلاستیک نظامی بودند که احتمالاً از نوع سمتکس می باشد. اطلاعات زیادی از مازه در دست نیست به جز اینکه گمان می رود او با قایق وارد انگلستان شده و مواد منفجره را در کل پشتی سبز رنگی حمل کرده است. هیچ پاسپورتی از او در هتل به دست نیامد. به دلیل ویرانی ساختمان بازرسی هتل توسط کارشناسان مختل گردیده است. بعید به نظر می رسد که اجزای متلاشی شده که بدن بمبگذار برای کالبوت چه کافی تا اواخر امروز به بیرون از هتل منتقل گردد. مازه که حدودا 20 ساله بود در ساعت 2:45 دقیقه بعد از ظهر با انفجار بمبی که سه طبقه هتل پنج طبقه را ویران ساخت در اتاقش کشته شد و تکه های بدنش بین طبقات سوم و چهارم پخش گردید. آقای تونی گنوزو مدیر هتل گفت که ابتدا نام برده هتل را برای یک شب رزرو کرد اما بعد با پرداخت نقدی صورت حسابش مدت اقامت خود را تمدید نمود. ارتباط مصطفی مازه با حزب الله و جمهوری اسلامی ایران محمود مصطفی مازه از یک خانواده لبنانی در شهر کناکری پایتخت گینه متولد شد. او به همراه خانواده اش به آبیجان پایتخت ساحل آج مهاجرت کردند. به گفتی که خانواده اش و بر اساس گزارش رسانه های ایران او عضو گروه حزب الله لبنان بود. محمود حسین مازه، پدر مصطفی مازه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفته بود من و مصطفی در سال 1366 تصمیم گرفتیم به لبنان برگردیم و در حالی که برادرانش در ساحل آج ماندند ما به لبنان برگشتیم. در گینه ما برای مستفا شناسنامه گینه ای گرفتیم و چون آن کشور مستعمره فرانسه بود مستفا نیز متولد آنجا بود برای شناسنامه فرانسوی هم گرفتیم او درباره سفرهای پسرش به ایران گفته بود ما از سفرهای او به ایران از طریق عکسانگش اطلاع پیدا کردیم ولی خود وی در این خصوص چیزی به ما نگفته بود درباره نحوه کشته شدن محمود مصطفی مازه روایت متفاوتی نقل شده است برخی رسانه ها نوشتند که او به طبقه دوم ساختمان محل مخفی شدن سلمان رشدی نفوذ کرد و قصد داشت با حرکت انتحاری سلمان رشدی را به قتل برساند. اما مواد منفجره به دلیل حرارت قبل از رسیدن او به محل اقامت رشدی منفجر شد. برخی نیز نوشتند که او در حال آزمایش مواد منفجره در محل اقامتش در یک هتل بود که این مواد منفجر شد. جسد مصطفی مازه در لبنان دفن شده و در بهشت زهرای تهران نیز برای او مقبر ای ساخته شده است. وسیعتنامی که منتصب به مصطفی مازه که بعد از فوت خمینی نوشته شد. بسم الله الرحمن الرحیم تسلیت ارز می کنم به اسلام، به رزمندگان اسلام، به مردم مظلوم و مستضعف، به مجاهدان در ایران و افغانستان و لبنان و فلسطین و به هر انسانی که در راه حق مجاهدت می کند. این انسان مؤمن، جبار، شجاع، مخلص برای اسلام خود، برای مردم خود کسی بود که به زمیر خود وفادار بود. آری پدر این انقلاب از افتخارات او بود این امام دوست داشتنی خمینی بزرگ که رحمت و رزوان خدا بر او باد آری آسمان هنوز برای این رهبر مخلص اشک میریزد ملائکه در سوگ این امام زجه و فریاد می هرگز تو را فراموش نخواهیم کرد همان خورشید در آن روز خجالت زده شد و طلوع نکرد ماه نیز زوب خواهد شد هیچکس زندگی نخواهد کرد هرگز هیچ کس نخواهد خندید. هرگز روزهای مقدس زندگی با تو را فراموش نخواهیم کرد. فرمانهای تو را در هر زمان و مکان اجرا می کنیم. شجاعت تو را در برابر دشمنان به یاد می آوریم. در روز برگزاری نماز در قدس شریف یاد تو را در جهان زنده می کنیم. با یاد تو هر دولت و مرامی را که در مقابل اسلام به ایستد نابود می کنیم. سعادتمند کسانی که تو را شناختند کسانی که از راه تو پیروی کردند کسانی که به کلام تو گوش فرا دادند و کسانی که به نام جمهوری اسلامی شما پرچم اسلام را برافراشتند ای امام عزیز همانا من با تو پیمان میبندم که همیشه در راه روشن تو خواهم بود و تحت اوامر نایب برحقت امام سید علی ای در این راه باقی خواهم ماند فرمان تو، اندیشه او، اندیشه تو و آرای او همان آرای تو خواهد بود. به درستی که تو شجاعت را به او آموختی و ما اکنون سرباز او هستیم و همان گونه که امر فرمودی بر این جمهوری اسلامی باقی خواهی ماند. جمهوری اسلامی والایی که متعلق به حضرت مهدی عجل الله ولی عصر زمان است. ای امام مهدی، آه ای آقای من، ای فریاد رس و نجات دهنده من، آیا نمی بینی چه حوادثی رخ می دهد و چه شهدایی بر زمین می افتند در حالی که دشمنان در حال آماده باش کامل هستند؟ تا چه زمانی ای آقای من، تا چه زمانی می توانیم در برابر دشمن ستمگر مقاومت کنیم؟ العجل، العجل، ای نجات دهنده ما بر ما رحم نما و به فریادمان برس. به نام این رهبر سفر کرده، به نام شهدا، به نام مجاهدین اسلام گفتگوی سایت خبری بولتن نیوز با محمود حسین مازه پدر مصطفی مازه بولتن نیوز نوشت گزارشگران بولتن در زادگاه مازه در جنوب لبنان با محمود حسین پدر مصطفی به گفتگو نشستند زمانی که امام خمینی رحمت الله فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده حتاک و مرتد را داد مصطفی همراه دوستانش به فعالیت مذهبی مشغول بودند. او خیلی هم علاقه داشت که به اسلام خدمت بکند. تصمیم گرفت که شناسنامه های غیر لبنانی را بردارد و برای رسیدن به هدف مورد نظر خودش اقدام کند. او فکر کرد چون شناسنامه فرانسوی دارد میتواند به راحتی می به اروپا برود. هنگامی که امام فوت کرد مصطفی احساس خاصی داشت. همواره علاقه بود تا در راه امام قدم بردارد. یک ماه گذشت ولی از مصطفی خبری نشد ما هم در اینجا شدیدن پیگیر بودیم که کجا رفته است نزد برادرانش در ساحل آج هم نرفته بود مدتی بعد برادرانش اطلاع دادند که از طرف دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی انگلستان و فرانسه به ساحل آج سراغ آنها رفتند و درباره مصطفی پرسجو کردند روزنامه های انگلستان هم خبر دادند که جوان عربی به نام مصطفى محمود مازه دست به یک عملیات انتحاری در آن کشور زده است. دوستانش همه با ما تماس می گرفتن و می که او کجاست؟ وقتی که از سرنوشت او اظهار بی اطلاعی می کردیم می که آیا کسی پاسپورت او را گرفته است؟ گفتم نه من خبر ندارم. نیروهای اطلاعات غرب سراغ همه دوستان او در کشورهای مختلف رفتند و از احوال او پرسجو کردند. سوالشان هم بیشتر این بود که آیا او عضو حزب الله لبنان بود یا نه آنها هم گفته بودند ما نمیدانیم ولی او باید پیش خانوادهاش در لبنان باشد پنجاه روز پس از بیخبری ناگهان به ما خبری رسید که شهادت او را ثابت می کرد. پدر مازه اضافه کرد ما در خبرها شنیدیم که یک جوان عرب با اصالت مراکشی به خودش بمب بسته و به هتل محل اقامت سلمان رشدی رفته و در طبقه سوم آن هتل پنج طبقه خود را منفجر کرده هتل آتش گرفته ولی به سلمان رشدی آسیبی نرسیده البته تلویزیون لبنان هم تصاویری را که از شبکه های خارجی گرفته بود پخش کرد و صحنه های آتش سوزی هتل را نشان داد آنگونه که ادعا کردند در هتل زن خدمتکاری بود که مصطفی از او درباره رفت و آمدهای سلمان رشدی سوال می کرد. آن زن به دستگاه های اطلاعاتی انگلستان خبر داد که یک جوان عرب که چند پاسپورت هم دارد در اینجاست که درباره سلمان رشدی سوال می کند. در نهایت پدر مازه گفت او در آن هتل برای چهار روز اتاقی گرفته بود. روز سوم روز عملیات بود. بر اساس شناسایی های او سلمان رشدی در آن روز به هتل می رفت. او در طبقه بالای هتل اقامت داشت انفجاری در اتاق مصطفی رخ دهد که به شهادت خود او می انجامد. خداوند روح پاک آن شهید را با شهدای کربلا و همینطور با روح متحر حضرت امام خمینی رحمت الله محشور فرماید. <applause> پنهانکاری سرویس های امنیتی بریتانیا در رابطه با انفجار در هتل و کشته شدن مصطفی مازه تنها چیزی که در مورد مصطفی مازه میدانیم این است که او با یک بمب در اتاق هتل پدینگتون با مرگ خود مواجه شد. در ژانویه 1990 تیم ضد تروریستی اسکاتلند یار در تحقیقات خود اشاره کردند که دلایلی وجود دارد که مازه به یک گروه تروریستی تعلق دارد اما دلیل حضور او در لندن مشخص نیست اگرچه در یک ادعای اولیه از رشدی نام برده شد اما پلیس هیچ مدرکی داله بر پیوند این انفجار با رشدی نداشت اسرائیل مدعی شد که مازه قصد حمله به سفارت اسرائیل در لندن را داشت. سرویس های امنیتی بریتانیا هرگز اطلاعاتی از مازه یا جزئیاتی از هر گونه سوء قصد علیه رشدی در بریتانیا را منتشر نکردند. بعد از اینکه سلمان رشدی در سال 1989 برنده جایزه بوکر شد، آیت الله خمینی فتوایی بر علیه او به خاطر نوشتن کتاب آیات شیطانی صادر کرد، رشدی به یکی از مشهورترین افراد تبدیل شد. با فتوای خمینی و متهم کردن رشدی به توهین بر پیامبر اسلام جایزه دوانی میلیون دلاری را برای سر او گذاشتند همین موضوع رشدی را مجبور کرد با محافظت شبانه روزی زندگی مخفیانه ای را در پیش بگیرد خشم مسلمانان در انگلیس و ایران افزایش یافت و روابط دیپلماتیک بین دو کشور مختل شد قبل از اینکه خمینی فتوا را صادر کند مازه توسط آژانس ضد جاسوسی فرانسه تحت نظر بود این شهروند لبنانی تندرو در دوران نوجوانی به یک سلول محلی حزب الله پیوسته بود این گروه شیعه لبنانی ساختار خود را به سمت غرب آفریقا گسترش دادند که مازه در سال 1988 در ساحل آج ردیابی شده بود با تقریب سازمانهای امنیتی او موفق شد از یکی از مقاماتی که بعدا توسط آژانس ضد جاسوسی فرانسه در تولوز جنوب فرانسه دستگیر شد پاسپورت فرانسوی در آبیجان پایتخت ساحل آج بگیرد مصطفی مازه با رفتن به لبنان مدتی در روستای پدر و مادرش در خارج از بیروت ماند بعدها سرویس های امنیتی بریتانیا او را در هلند ردیابی کردند و جایی که او از بندر هوک آو ندرلند هلند به بندر هارویچ سفر کرده بود او به همراه یک کوله پشتی هاوی بمب در 22 ژوئیه 1989 با قطار وارد لندن شده و در هتل بورلی هافس اقامت داشت کارگاهان گروه زد تروریسم بعدا گفتند که او هنگام تلاش برای آماده کردن بمبی از مواد منفجره RDX که در یک کتاب پنهان شده بود جان خود را از دست داد. یک گروه لبنانی ناشناخته با نام سازمان مجاهدین اسلام در نام ای به یک روزنامه در بیروت اطلاع دادند که مازه که از او به عنوان غریب یاد می شود در آماده سازی حمله به رشدی مرتد کشته شده است. در سال 1998 پس از یک دوره تنش زدایی با اعلام دولت ایران به اینکه از ترور رشدی نه حمایت می کند و نه مانع آن خواهد شد روابط دیپلماتیک ایران با بریتانیا مجددا برقرار شد درست قبل از این حرکت روستاییان کیاپی روستایی در شمال ایران از والدین مازه دعوت کردند تا در آنجا زندگی کنند علاوه بر آن یک سازمان نیمه رسمی دولتی با نام بزرگداشت شهدای نهضت جهانی اسلام قبری نمادین برای او در قبرستان بزرگ تهران در قسمت شهدای خارجی نهضت اسلامی برپا کردند و عکس او را بر دیوار نقاشی کردند هویت و مأموریت واقعی مصطفی مازه شاید هرگز به اطلاع عموم نرسد بر سنگ قبر نمادین او نوشته شده است مصطفى محمود مازه متولد کوناکری گینه شهادت در لندن 12 مرداد 1368 اولین شهیدی که در مأموریت کشتن سلمان رشدی از دنیا رفت در واقع این کتیبه تلاش برای ترور را تایید می کند که هرگز توسط سرویس های امنیتی بریتانیا پذیرفته نشده است. مزار مازه در منطقه قرار دارد که به تروریست های خارجی یا شهدا اختصاصی یافته است. در یک طرف بنای یاد بود قاتلان سادات رئیس جمهور مصر در طرف دیگر یاد بود یک مادر جوان فلسطینی که خود را در یک بمبگذاری انتحاری کشت قرار دارد در همین نزدیکی دو تروریست انتحاری ناشناس مورد ستایش قرار گرفته که در سال 1983 چندین سرباز آمریکایی و فرانسوی را با انفجار انتحاری در لبنان کشتند ساخت قبری نمادین از مصطفى مازه در روستایی در استان مازندران و تبدیل شدن آن به امامزاده. مصطفى مازه در چهارده مرداد سال 1368 مصادف با دومین روز از ماه محرم به علت انفجار بمبی کشته شد. حدود ده سال بعد آخوندی به نام حجت الاسلام حسین زارعی در روستای کیاپی از توابع شهرستان ساری دست به اقدامی زد که نام مصطفی مازه را برای مردم ایران به نام آشنایی بدل ساخت. حجت الاسلام زارعی ضمن اجرای اولین کمپین مردمی برای اجرای فتوای خمینی در خصوص سلمان رشدی و تعیین جایزه برای هر کسی که فتوای خمینی را اجرا کند سنگ قبری نمادین و یادمانی برای اولین کشته راه اجرای این فتوا در روستای کیاپی بنا کرد اکنون مصطفی مازه شهیدی با سه مزار یکی در روستای پدریش در جنوب لبنان و دومی مزاری در ایران در روستای کیاپی در حومه شهر ساری مرکز مازندران در شمال ایران و سومی در بهش زهرای تهران است جالب این که پدر و مادر مصطفی محمود مازه در سال 89 مهمان ویژه یادواره 222 شهید منطقه میان درود شهرستان ساری بودند و بر سر مزار نمادین دلبندشان حاضر شدند. پس از فتوای آیت الله خمینی برای قتل سلمان رشدی و ناشران این کتاب برخی از دانشجویان ایرانی مقیم انگلیس انتشارات پنگوان را آتش زدند. در این میان مهرداد کوکبی یکی از این دانشجویان بازداشت و سیزده ماه زندانی شد. در این مدت مقامات جمهوری اسلامی برای آزادی او تلاش کردند و تجمعهایی نیز در ایران برگزار شد. مهدی کروبی رئیس مجلس سوم در پیامی برای متحسنین در برابر سفارت انگلیس که برای آزادی مهرداد کوکبی تجمع کرده بودند ضمن درخواست آزادی سریعتر او بر اجرای حکم اعدام سلمان رشدی تأکید کرد. هاشمی رفسنجانی نیز در خاطرات خود نوشته است که به خانواده مهرداد کوکبی گفت اگر مسئله او را سیاسی کنند ممکن است آزادیش مشکل تر شود و انگلستان مهای بیشتری بخواهد. با وجود اینکه محمد احمدیان مهندس برق دانشجوی بورسیهای وزارت نیرو در لندن سازنده بمبهایی بود که در انتشارات پنگوان کار گذاشته شده بود احمدیان و برخی دیگر از این دانشجویان بازداشت نشدند آنها فقط از لندن اخراج شدند او پس از اخراج از لندن دکتری خود را در دانشگاه صنعتی شریف پایان داد و رئیس دانشگاه صنعت آب و برق شد حبیب الله بیطرف وزیر نیرو در دولت محمد خاتمی او را به سمت معاون خود منصوب کرد در دولت احمدی نژاد نیز معاون سازمان انرژی اتمی شد او از سال 1388 مدیرعامل شرکت ساخت و راه اندازی نیروگاه های اتمی است. واحد 400 ترورهای برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هوریه قهرداغی گویش نسیم تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف سیر روابط دیپلماتیک ایران و انگلیس از انقلاب 57 تا فتوای قتل سلمان رشدی و اخراج دانشجویان تروریست ایرانی رابطی ایران و انگلستان بعد از انقلاب 1357 در دوران ده ساله حکومت تاچر هیچگاه سالم نبود. هرگاه دریچه ای برای اثرگیری سرگیری روابط باز می شود. مدت زمان کوتاهی نمی گذشت که این رابطه با وقوع یک حادثه دوباره به شدت تیره می شود. بعد از اینکه در اسفند ماه 57 جیمز کالاهان نخست وزیر وقت انگلستان دولت موقت جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت به خروج سریع اتباع انگلیسی که در آن زمان از 2000 تن تجاوز نمی کردند، اقدام نمود. در اردی بهش ماه 1358 دولت جیمز کالهان کنار رفت و مارگارت تاچر رهبر حزب محافظ کار به نخست وزیری رسید. وی بلا فاصله پس از به قدرت رسیدن اعلام نمود انگلستان در تصمیم قبلی خود مبنی بر به رسمیت شناختن دولت ایران تجد نظر خواهد کرد. در شهری بر ماه 58 خبرنگار بی بی سی در ایران عنصر نامطلوب شناخته شد و اخراج گردید. در آبان ماه همان سال یک بیمارستان متعلق به انگلیسی ها به عنوان مرکز جاسوسی تعطیل و کارکنان آن اخراج شدند. به دنبال ماجرای گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در تهران، تعدادی از ایرانیان که با یک هواپیمای انگلیسی به انگلستان وارد شدند، از ورود آنها به انگلستان جلوگیری شد. آنها را در فرودگاه هیترو بازداشت و بعضی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. کل مسافران با هواپیمای بعدی به تهران فرستاده شدند. پلیس انگلستان به آنها گفته بود شما وحشی هستید که آمریکایی ها را گروگان گرفته اید. در هشتم دی ماه 1358 کنسولگری انگلیس در تهران اعلام کرد به علت کاهش متقاضیان برای ورود به انگلیس مسئله صدور ویزا با شرایطی که در تاریخ اول خرداد 58 اعلام گردیده بود منتفی شد. طبق موافقت نامه لغو ویزا بین کشورهای ایران و بریتانیا ایرانیانی که قصد سفر به انگلیس را دارند احتیاج به عقض ویزا نخواهند داشت ولی چند ماهی طول نکشید که دوباره در تاریخ 22 دوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تیه اطلاعی برقراری دوباره روادید را اعلام کرد و مقرر شد از تاریخ 29 اردی بهشت ماه 59 مقررات روادید بین دو کشور برقرار باشد. در فروردین ماه 1359 در پی درخواست آمریکا از اعضای بازار مشترک مبنی بر تحریم اقتصادی و قطع روابط دیپلماتیک با ایران سفیر انگلستان در تهران جان گراهام برای بررسی این تحریم پس از 16 ماه مأموریت در ایران در خرداد ماه 59 ایران را ترک کرد در آن موقع کادر سفارت انگلستان در تهران به 12 تن می رسید و سرپرستی آنها با کاردار این سفارت بود تاچر نه تنها هیچ گامی برای بهبود رابطه بین دو کشور بر نداشت بلکه هر روز با عمل جدیدی سعی در تیره شدن روابط دو کشور داشت. هر روز فشارهای بیشتری بر ایران وارد می آورد تا و سرانجام در تاریخ 26 مرداد 59 در کنار در ورودی سفارتخانه انگلستان در خیابان فردوسی تهران اطلاعی ای شد که اعلام می داشته. این سفارت از صبح یک شنبه 26 مرداد ماه تعطیل اعلام می گردد. این حرکت آغاز بسته شدن و تعطیلی سفارتخانه انگلیس توسط خود انگلیسی ها بود که در تاریخ 19 شهری بر ماه 59 وزارت خارجه انگلستان رسما اعلام نمود سفارت این کشور در تهران تعطیل شد و کشور سوئد حافظ منافع انگلستان در تهران شد. آنها اضافه کردند که روابط سیاسی انگلستان با ایران از طریق سفارت سوئد در تهران ادامه خواهد داشت. بنابراین تمامی کارکنان باقیمانده انگلیسی در تهران این کشور را ترک کنند آنها به دنبال بستن سفارتخانه همزمان تعدادی از دانشجویان ایرانی را که در پی تظاهراتی در لندن بازداشت شده بودند از انگلستان اخراج نمودند بستن سفارتخانه و اخراج دانشجویان ایرانی از انگلستان سرفصل جدیدی در روابط دو کشور به حساب می‌آمد. در پی دستگیری و تعدی به دانشجویان ایرانی دولت ایران به انگلستان هشدار داد که این نوع برخوردها در روابط دو کشور مؤثر خواهد بود از دیگر وقایع تاثیرگذار در تیرگی روابط جمهوری اسلامی ایران و انگلستان حمله مخالفان به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در منچستر در سال 1360 بود اگرچه این حمله در مقابل چشمان پلیس انجام گرفت ولی پلیس انگلستان هیچ اقدامی انجام نداد علاوه بر موارد ذکر شده تا سال 1366 دفتر هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در لندن سه بار به اشغال مهاجمین درآمد که با عکس عمل سرد پلیس مواجه شد. از دیگر تحولات منفی در روابط ایران و انگلیس، بحران اخراج دیپلمات‌های دو کشور در خرداد ماه 1363 می باشد. دولت تاچر در این تاریخ به پنج نفر از دیپلومات های سرکنسولگری ایران در منچستر تا یک هفته مهلت داد که خاک انگلستان را ترک نماید. ایران هم در مقابل به پنج دیپلمات انگلیسی یک هفته مهلت داد که خاک ایران را ترک کند. در پی این واران انگلستان اقدام به اخراج دو دیپلمات دیگر ایرانی نمود که ایران هم به تلافی آن چهار دیپلمات انگلیسی را اخراج کرد. دولت ایران آقای بوهین ریکسون سفیر سوئد در تهران را به عنوان حافظ منافع انگلیس و همراه کریستوفر سکوی مسئول دفتر حفاظت منافع انگلستان را به وزارت خارجه فراخواند و اسامی چهار تن را به آنها داد و از آنها خواست ظرف 72 ساعت ایران را ترک کند در جریان این نبرد دیپلماتی کنسولگری ایران در منچستر تعطیل شد و ایران کلیه اعضای سفارت خود را از لندن فراخواند. در تاریخ سیوم خرداد 1366 جفری هاو وزیر خارجه وقت انگلیس اعلام کرد روابط سیاسی دو طرف به یک دیپلمات در تهران و لندن کاهش یافت ولی بلافاصله اعلام آمادگی کرد که انگلستان آمادگی بهبودی رابطه با ایران است سرانجام در تاریخ دهم تیر ماه 66 دیپلمات ها و کارگنان سفارت ایران در لندن به تهران بازگشتند که تعداد آنها به غیر از خانواده هایشان 13 نفر بود در ادامه که نبرد اخراج دیپلومات ها، چون انگلیس می دانست در آن زمان ایران اولین شریک تجاری او در خاور میانه است، حجم مبادلاتی قریب به 700 میلیون دلار با ایران دارد و این زیاده روی نمی کرد. در تاریخ دوم مهر ماه 1366 دولت انگلیس دستور تعطیل دفتر خرید مستقر در شرکت خرید وسایل صنعت نفت ایران را در لندن صادر کرد دولت انگلستان ادعا کرد این دفتر مسئول خریدهای تسلیحاتی بود. از سیتن از افسران ایرانی مستقر در این دفتر خواست تیگه دو هفته انگلیس را ترک کنند. در تاریخ چهارم مهر ماه 1366 وقتی سر جفری هاو وزیر امور خارجه وقت انگلیس از آقای ولایتی وزیر خارجه ایران دعوت به ملاقات نمود آقای ولایتی این دعوت را رد نمود و در تاریخ هفتم بهمن ماه 66 دو اتومبیل رولز رویس بسیار گرانبها ها که توسط خانوادی شاه مخلو به انگلستان برده شده بودند توسط رأی دادگاه انگلیس به مالکیت ایران درآمد. آخونزاده کاردار ایران در لندن در مصاحبه ای گفت این عمل از این حیث اهمیت دارد که این اولین بار است که در جهت استیفای حقوق قصب شده که ملت ایران در دادگاه های غرب رأی صادر می شود. این دو اتومبیل به بهانه تعمیر در پایان حکومت شاه به انگلستان فرستاده شده بودند. بعد فرح دیبا همسر شاه آنها را به تصاحب خود درآورده بود که با شکایت جمهوری اسلامی ایران بعد از نه سال به مالکیت ایران درآمد. در تاریخ 18 خرداد ماه 1367 یک هیئت سنفری ایرانی وارد لندن شد و مذاکرات رسمی ایران و انگلیس برای تعیین خسارات وارده به سفارتخانه های دو کشور آغاز شد. انگلیس برای پرداخت یک میلیون و هزار لیره بابت خسارات وارده به ساختمان سفارت ایران دیگه حمله کمانده های انگلیسی در پانزده اردی ماه 59 به منظور خاتمه دادن به اشغال مسلحانه سفارت توسط شش مرد عرب اعلام آمادگی کرد و در مقابل تقاضای 900 هزار لیره غرامت از ایران بابت خسارات وارده به بخشی از سفارت این کشور در تهران را که در جریان پیروزی انقلاب اسلامی دچار آتش سوزی شده بود نمود. اما ایران مدعی بود که دو میلیون لیره استرلینگ خسارت به سفارت وارد آمده بود. بالاخره دو طرف توافق کردند که انگلیس یک میلیون و نهصد هزار لیره به ایران بپردازد و ایران بابت خسارت به سفارت انگلیس نهصد هزار لیره به انگلیس پرداخت کند. در تاریخ 29 خرداد ماه 1367، چهار عضو پارلمان بریتانیا وارد تهران شدند و در ارتباط با بهبود روابط بین دو کشور با مقامات وزارت خارجه ایران گفتگو گفت کردند. این چهار نفر عبارت از دو نماینده محافظه کار مجلس عوام و یک نماینده وابسته به حزب کارگر و یک نماینده وابسته به حزب لیبرال بودند. تام کلارک نماینده حزب کارگر در این رابطه گفت روشن است که مایلیم بلند پایه ترین شخصیت ها را ملاقات کنیم و درباره همه گونه مسائل جدی ترین مذاکرات را به عمل آوریم. در همین تاریخ نماینده اسقف کانتربری در دیدار با نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی نامی دکتر رابرت رانسی اسقف کانتربری خطاب به حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی ریاست وقت مجلس شورای اسلامی را تسلیم وی کرد که در نامه آمده بود از استفاده سلاح شیمیایی علیه مردم غیر نظامی و بیگناه حلبچه توسط اراق متاثر و عصبانی شدم و بی قید و شرط استعمال چنین سلاحهایی خصوصا علیه غیر نظامیان را تحت هر شرایطی محکوم می کنم. پس از اینکه هیئت پارلمانی خاک ایران را ترک کرد در اولین واکنش رسمی علنی وزارت خارجه آن کشور اعلام کرد انگلیس آماده از سرگیری مناسبات دیپلماتیک خود با تهران می باشد. وزارت خارجه انگلیس اعلام کرد که قصد دارد یک دیپلمات در سطح دبیر اول به تهران بفرستد. در سال 1366 جمهوری اسلامی ایران یک نفر کاردار در لندن داشت ولی دولت انگلستان هیچ دیپلماتی در تهران نداشت. آنتونی پارسونز سفیر سابق انگلیس در تهران طی مقاله ای نوشت نداشتن رابطه کامل با یکی از بزرگترین و غنیترین و مهمترین کشور خاورمیانه میانه کاملا اشتباه است. در تاریخ 22 مرداد ماه 1367 یک دیپلمات انگلیسی به نام دیوید رادوی وارد تهران شد و برای بررسی چگونگی برقراری روابط بین ایران و انگلیس مشغول بررسی و مطالعه گردید. وی در طول اقامت خود در ایران با تو تن از اطباع انگلیسی که به جرم جاسوسی در زندانهای ایران به سر می بردند، ملاقات نمود. بعد از برقراری آتش بس در تاریخ 29 مرداد ماه 1367 میان عراق و ایران روابط دو کشور به سرعت رو به بهبود گذاشت. به طور کلی در راستای برقراری و ارتقای سطح روابط در این سال انگلیس مواضع نسبتا معقولانهتری نسبت به گذشته در قبال انقلاب و جمهوری اسلامی و جنگ تحمیلی اتخاذ نمود مانند مواضع این کشور پیرامون بمباران شیمیایی اکراد در عراق محکوم نمودن استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی در جنگ تحمیلی و تاکید و تکرار اینکه عراق آغاز کننده جنگ بوده است در تاریخ سیام شهری بر ماه 1367 خطوط هوایی بریتیش ایر که از بهار 1985 پروازهایش تعطیل شده بود اعلام کرد در پی آتش بس در جنگ ایران و عراق این شرکت پروازهای خود به تهران را از زمستان 67 از سر خواهد گرفت. ششم مهر ماه 67 به پیشنهاد لندن مذاکرات ایران و انگلیس در ژنو صورت گرفت. هدف از این مذاکرات عادی روابط بین دو کشور بود. آقای محمود واعظی مدیر کل وقت اروپای غربی وزارت خارجه با آقای دیوید مایریک مقام عالی رتبه وزارت خارجه انگلیس مذاکره کرد و زمینه دیدار دو وزیر خارجه ایران و انگلیس فراهم شد در این دیدار طرف ایرانی تاکید داشت که در بیانیه مشترک باید بر این نکته اشاره شود که عادی شدن روابط بی پیشنهاد و درخواست انگلیس صورت میگیرد و هیچ گونه تغییری در مواضع سیاسی ایران رخ نداده است ولی انگلستان از تصریح این امر تفره می رفت. در تاریخ 11 همه مهر ماه 1367 سر جفری هاو وزیر خارجه انگلیس با دکتر ولایتی وزیر خارجه ایران ملاقات نمود و قرار شد سفارتخانه های ایران و انگلیس در سطح کاردار گشایش یابند. جفری هاو در زمینه عادیسازی روابط گفت ما معتقدیم روابط تجاری با ایران مهم است برای ایران انگلیس به عنوان یک عضو دائمی شورای امنیت می تواند اهمیت داشته باشد سرانجام این گفتگوها به نتیجه رسید و در تاریخ 21 آبان ماه 1367 پس از 17 ماه تیرگی روابط و 60 ساعت مذاکره دو کشور یک بیانیه مشترک در وین انتشار دادند. بلاخره در تاریخ 14 آذر ماه 1367 سفارت انگلیس در تهران بازگشایی شد و پرچم انگلیس در محل سفارتخانه این کشور در تهران توسط گوردون پری کاردار موقت این کشور در ایران برافراشته شد. در تاریخ 27 همین ماه نیز دبیر اول سفارت انگلیس که 18 ماه پیش به دلیل مناقشه دیپلماتیک بین ایران و انگلیس تهران را ترک کرده بود دوباره به محل معموریت خیش بازگشت و به دنبال گسترش سطح روابط دو کشور در تاریخ دهم ده همه دی ماه 1367 یکی از دو جاسوس انگلیسی به نام نیکولاس نیکلا 23 ساله از زندان آزاد شدند. در تاریخ نهم بهمن ماه 1367 انگلستان یک کاردار جدید به نام نیکولاس واکر براون دیپلمات 41 سالی انگلیسی را به ایران اعزام کرد که قبلا چهار سال در ایران بود و به زبان فارسی هم تسلط کامل داشت تا این زمان روابط دو کشور به سرعت رو به گسترش بود که ناگهان با بحران چاپ و انتشار کتاب آیات شیطانی مواجه شد. فوای خمینی برای رشدی نویسنده ی کتاب آیات شیطانی تشنجی بزرگ در روابط ایران و انگلیس به وجود آورد که باعث قطع کامل روابط بین دو کشور شد پس از اینکه خمینی فرمان قتل سلمان رشدی را صادر کرد سر جفری هاو وزیر خارجه انگلیس گفت پس از این تهدید ضرورتی برای حفظ حضور دیپلماتیک در تهران وجود ندارد در این موقع پنج دیپلمات انگلیسی در تهران به سر میبردند به دنبال این اظهارات وزرای خارجه دوازده کشور بازار مشترک تصمیم گرفتند که به طور همزمان سفرای خود را از تهران جهت مشورت فرا بخوانند و ملاقات ها و مذاکرات در سطح بالا با مقامات ایرانی را به حالت تعلیق درآورند. در این زمان انگلستان از آخوندزاده کاردار ایران در لندن خواست که این کشور را ترک نماید. به دنبال تظاهرات وسیع مسلمانان و کشته شدن تعدادی از آنها در هند مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخه نهم اسفند ماه 67 ماده واحدی را از تصویب گذران مبنی بر اینکه انگلیس یک هفته مهلت دارد تا مخالفت رسمی خود را در مورد موضع های غیر اصولی خود نسبت به الف جهان اسلام ب جمهوری اسلامی ایران جیم مطالب کتاب ضد اسلامی آیات شیطانی به طور سریع اظهار نماید پس از مهلت یک هفته ای چون اظهارات مقامات انگلیسی در ارتباط با موزه نسبت به موارد فوق از سوی مجلس شورای اسلامی غیر کافی تشخیص داده شد مجلس شورای اسلامی قطع کامل روابط با انگلیس را اعلام نمود و روابط دو کشور از 16 اردی بهش ماه 68 به طور کامل قطع گردید و دیپلمات های هر دو کشور به کشور خود بازگشتند. دکتر ولایتی وزیر خارجه ایران طی نطقی در رابطه با کتاب آیات شیطانی در مجلس گفت ما مشروعیت خود را از اسلام می گیریم و اگر اسلام مورد تهاجم قرار گیرد هیچ چیز برای ما قابل تحمل نیست ما با آنچه انجام شده است موافق هستیم و در آینده نیز موضع ما در برابر هر کشوری که بخواهد به اسلام و مقدسات ما توهین کند همین خواهد بود ما در چارچوب اسلام کار سیاست خارجی را پیش میبریم و هر جا حرکتی با منافع اسلام در تضاد باشد آن را کنار میگذاریم در پی خروج دیپلمات های انگلیسی از تهران دولت سوئد موافقت کرد که حافظ منافع انگلیس در ایران باشد آخرین اقدامی که در سال 67 در روابط بین دو کشور به وجود آمد، اخراج سی ایرانی مقیم انگلیس و همچنین تعطیل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هنگ کنگ بود که از سوی دولت انگلیس به تلافی قطع رابطه سیاسی ایران و انگلیس صورت گرفت. در سال 1368 انگلستان به تلافی قطع روابط سیاسی و مسئله سلمان رشدی و تظاهرات ضد انگلیسی در کشورهای مختلف اسلامی اقدام به اخراج دانشجویان ایرانی نمود. در تاریخ پنجم فروردین 1368 با اخراج نه ایرانی جمع اخراجی ها را به 18 تن رساندند. جرم این اخراج شدگان طرفداری از حکم آیت الله خمینی در رابطه با قتل سلمان رشدی و شرکت در تظاهرات خشونت ها میز عنوان شد. در یک اقدام ترافی دولت ایران نیز متقابلا در تاریخ ششم اردی بهش ماه 1368 18 تن از اطباع انگلیسی را به عنوان عنصر نامطلوب از ایران اخراج نمود. 18 تن از بازرگانان و کارمندان انگلیسی مقیم ایران بودند در خورداد ماه همان سال وزیر بازرگانی و صنایع انگلیس در کووید گفت برقراری روابط اقتصادی با تهران به ویژه در پی ماجرای سلمان رشدی فوق‌العاده مشکل است دو ماه پس از قطع رابطه سیاسی ایران و انگلیس، مؤسسات و شرکت‌های صنعتی انگلیس طی گزارشی در مورد خسارات سنگین مالی ناشی از این قطع رابطه به دولت خود اعلام کردند که بالغ بر یک میلیارد لیره استرلینگ خسارت دیدند. باز در تاریخ 8 تیر ماه 1368، انگلستان دو دانشجو و یک بازرگان دیگر ایرانی را به اتهام فعالیت‌هایی که امنیت ملی بریتانیا را به خطر می‌انداخت از این کشور اخراج کردند. دولت انگلستان همچنین در شهری بر ماه همان سال کوروش فولادی تروریست ایرانی را پس از گذشت ده سال که در زندانهای انگلیس به سر می برد، آزاد نمود آزادی کوروش فولادی به دلیل اظهارات تکان دهنده وی در نحوه رفتار پلیس انگلیس با وی در طول ده سال اسارتش انعکاس وسیعی در روزنامه های داخلی ایران داشت کوروش فولادی در سال 1342 در خورم آباد متولد شده بود او در سال 57 برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت در 1980 پس از وقوع یک انفجار در مرکز لندن که طی آن دو ایرانی جان خود را از دست دادند فولادی دستگیر شد انفجار در اتومبیل او روی داده بود پلیس مدعی شد که وی قصد داشت آن را علیه مخالفان ایرانی بکار گیرد کوروش در دادگاه به ده سال زندان محکوم شد و مشمول تخفیف قرار نگرفت به دنبال موج گستردگی اعتراض به کتاب آیات شیطانی در سراسر جهان اسلام پس از اعلام فتوای امام خمینی در انگلستان نیز مسلمانان در یک هزار مسجد این کشور به عنوان روز همبستگی علیه کتاب آیات شیطانی دست به تظاهرات وسیعی زدند که در تاریخ 27 آذر ماه 68 دولت انگلستان پس از این تظاهرات در یک اقدام سریع با یورش به منازل چهارتن از دانشجویان ایرانی در شهر منچستر آنان را دستگیر و زندانی کردند. این چهار تن عبارتند از مهرداد کوکبی، حسین غریبی، کامران ابرینیا، جواد موسوی. در تاریخ 29 آذر ماه 1368 یک دانشجوی ایرانی دیگر در لندن دستگیر شد. وی فرامرز جوان رودی نام داشت و مطبوعات انگلیس ادعا کردند دستگیری او با تشکیل یک گروه برای قتل نویسندگی کتاب آیات شیطانی مرتبط بود. به دنبال این دستگیری ها معاونت دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعتراض خود را با فراخواندن سفیر سوئد به عنوان حافظ منافع انگلیس در ایران به وی ابلاغ نمود و برخورد پلیس انگلیس با دانشجویان ایرانی را محکوم کرد در ادامه این جریان کمیته ای تحت عنوان کمیته حمایت از حقوق دانشجویان مسلمان تحت ستم دولت انگلیس در تهران تشکیل شد وزیر فرهنگ و آموزش عالی وقت دکتر مصطفی موئین در دیدار با دانشجویان اخراجی اعلام کرده در صورت ادامه روند برخورد انگلیس با دانشجویان مسلمان ایران در تمامی روابط علمی و فرهنگی با انگلیس تجدید نظر خواهد کرد اتحادیه که انجمنهای اسلامی و دانشجویان دانشگاه های کشور با صدور بیانیه ای به دولت انگلیس اخطار داد در مورد عواقب اقدامات این رژیم علیه مسلمانان و دانشجویان دست به اقدام تلافی جوانه میزند با اوجگیری اخراج دانشجویان وزارت خارجه انگلیس در تاریخ 14 بهمن ماه 1368 به نه ایرانی دیگر تا بیستم بهمن فرصت داد خاک این کشور را ترک کنند. در میان اخراج شدگان دو و انجمن اسلامی دانشجویان و سرپرست دفتر صدا و سیما در لندن و یک دانشجوی مقیم منچستر دیده می شدند. در پی اخراج ها وزارت فرهنگ و آموزش عالی با انتشار اطلاعیه ضمن محکوم کردن این اخراج ها آمادگی خود را با پذیرش این دانشجویان در دانشگاه های کشور اعلام کرد. اداره کل رسانه های خارجی وزارت ارشاد اسلامی با انتشار اطلاعیه اعلام کرد. دفتر بی, در تهران در اعتراض به اقدامات کینه توزانه دولت انگلیس نسبت به دانشجویان و خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تعطیل شد. به طور کلی سال 1368 سال بحران اخراج دانشجویی بود. انگلستان به طور متناوب دانشجویان ایرانی را اخراج میکرد و در بعد سیاسی مقامات و مسئولان دو کشور ایران و انگلیس طی این سال مذاکرات پرفراز و نشیبی در راستای تجدید رابطه و یا قطع رابطه داشتند. آقای داگلاس هورد در تاریخ 23 نوامبر 1989 در دیدار با بستگان تریویت اعلام کرد رابطه با ایران به عنوان بخشی از استراتژی این دولت برای تأمین آزادی گروگان های انگلیسی در لبنان است ما میخواهیم رابطه بهتری با ایران داشته باشیم داگلاس هورد وزیر خارجه انگلیس در طول سال 1368 به کرات به لزوم داشتن رابطه با جمهوری اسلامی ایران تاکید میکرد. از طرف دیگر بعضی مقامات انگلیس موضع های منفی نسبت به ایران داشتند مثلا تاچر در پیامی که در تاریخ 21 سپتامبر 1989 برای گروه های اتحادیه دموکرات های بین الملل در توکیو فرستاد ایران را یک کشور تروریست معرفی نمود و قطع رابطه ایران و انگلیس را در این چارچوب منطقی دانست همچنین تاچر سخنان آیت الله خامنه ای در ارتباط با باقی بودن حکم خمینی در هفتم بهمن 1368 را به شدت تقبیح و محکوم نمود. از طرف دیگر در تاریخ 28 بهمن ماه 67 تعداد 248 نفر از نمایندگان مجلس عوام انگلیس طی بیانیه این خواستار اخراج جمهوری اسلامی ایران از سازمان ملل و جایگزینی نماینده شورای مقاومت ملی در این سازمان شدند. همچنین رسانه های عمومی و مطبوعات دو کشور ایران و انگلیس طی سال 1368 بر حسب شرایط و مقتضیات زمان مواضع تلخ و اتخاذ کردند اغلب مواضع مطبوعات انگلیس در راستای برقراری روابط بود و اغلب مواضع مطبوعات ایران اختصاص به محکوم کردن اعمال انگلیس داشت در یک جنبندی کلی میتوان گفت که روند مسائل و تحولات بین دو کشور در دوره 11 سالی نخست وزیری خانم تاشر هر روز روبه به تخریب و تیره می رفت. کشته شدن مترجم ژاپنی کتاب آیات شیطانی هیتوشی ایگاراشی هیتوشی ایگاراشی محقق ژاپنی ادبیات و تاریخ عربی ایرانی و مترجم ژاپنی رمان آیات شیطانی سلمان رشدی بود. ایگاراشی در سال 1947 به دنیا آمد. وی دوره دکتری خود را در رشته هنر اسلامی در دانشگاه توکیو در سال 1976 به پایان رساند. تا زمان انقلاب 57 یعنی سال 1979 میلادی پژوهشگر آکادمی سلطنتی ایران بود. ایگارشی دانشیاری فرهنگ تطبیقی اسلامی در دانشگاه تسوکوبا بود. او کتاب قانون طب ابن سینا اثر ابو علی سینا و آیات شیطانی سلمان رشدی را ترجمه کرده است. پس از آنکه فتوایی از سوی آیت الله خمینی سال 1989 در مورد نویسنده کتاب آیات شیطانی مترجمان، ناشران، همه ی دستن در کاران چاپ و نشر کتاب و همه ی کسانی که از محتوای آن آگاه هستند را صادر کرد، ایگاراشی توسط یک مهاجم ناشناس با ضربات مکرر چاقو بر ناحیه صورت و بازوها کشته شد. جسد او در دوازده جویه 1991 در دفترش در دانشگاه تسوکوبا ایباراکی پیدا شد. پلیس گزارش داد که یک سرایدار جسد آقای ایگارشی را در نزدیکی آسانسور در طبقه هفتم ساختمان با جراحات و بریدگی بر روی گردن، صورت و دست وی پیدا کرد. آنها گفتند کالبوت چکافی نشان داد که او بین ساعت ده شب پنجشنبه تا دوی بامداد جمعه فوت کرده بود. آقای ایگاراشی علاوه بر ترجمه آیات شیطانی کتابهایی درباره اسلام از جمله رونسانس اسلامی و پزشکی و حکمت شرق نوشته بود رویترز از لندن گزارش داد که آقای رشدی در بیانیه یک کتبی خود بیان کرد من از خبر قتل آقای هیتوشی ایگاراشی به شدت متأسفم و به خانواده وی تسلیت و با آنها احساس همدردی عمیق می کنم. وی از دولت های بریتانیا، ایتالیا، ژاپن و دیگر رهبران جهان خواست که به دولت ایران فشار بیاورند تا این حکم لغو شود. هیچ فرد یا گروهی در ژاپن مسئولیت قتل آقای ایگاراشی را به عهده نگرفت. پلیس گفت که هیچ مدرک خاصی مبنی بر اینکه قتل به دلیل رمان آیات شیطانی انجام شده ندارد. اما سازمان های خبری گزارش دادند که ناشر رمان از سوی مبارزان اسلامی تهدید به مرگ شده و به آقای ایگاراشی برای مدتی محافظ داده شده بود. اعضای خانوادگی آقای ایگاراشی در جلوی دوربین تلویزیون گفتند که او هیچ تهدید به مرگی دریافت نکرده بود که آنها از آن اطلاع داشته باشند. به نظر نمی که آقای ایگاراشی در زمان مرگ محافظ امنیتی داشته باشد. پلیس گفت او پس از اینکه تعدادی از دانشجویان او را حدود ساعت هفت اصر روز پنجشنبه ترک کردند کشته شد شاید این حادثه زمانی رخ داد که او در حال خروج از درب دفتر خود در دانشگاه تسوکوبا در حدود چهل مایلی شمال شرقی توکیو بوده است در سال 1989 مرکز اسلامی ژاپن از ناشران، روزنامه ها، مجلات و ایستگاه های رادیویی درخواست کرد که این رمان را ترجمه یا تکثیر نکنند. زیرا اثری ضد اسلامی است که حاوی سخنان کثیف و به سخره گرفتن باورهای بنیادین اسلام می باشد. در ژاپن تعداد مسلمانان بومی خیلی کم است اما جامعه بزرگی از پاکستانی ها،, بنگلادشی ها و دیگران در مرکز اسلامی منطقه آکاساکا توکیو عبادت می کنند. گزارش خبری حاکی از آن بود که این مرکز حدود سی هزار عضو دارد. یک رهبر انجمن ژاپنی پاکستانی نیز به محکوم کنندگان سلمان رشدی پیوست و گفت او به خاطر این کتاب مستحق مرگ است. سخنگوی این انجمن گفت: ما نمی این رمان را ببخشیم زیرا این رمان به پیامبر ما توهین می کند و سخنان خدا را کلام شیطان می‌داند. در یک کنفرانس خبری در اوایل سال 1990 یک پاکستانی پس از ایجاد اختلال در صحنه و تلاش برای حمله به ناشر این کتاب دستگیر شد. سالها بعد پلیس ژاپن به سر دسترسی پیدا کرد که نشان میداد مترجم ژاپنی رمان توسط یک دانشجوی مبادله بنگلادشی به ضرب چاقو کشته شده بود. سازمان های خبری ژاپن گزارش دادند که آیات شیطانی حدود 60 تا 70 هزار نسخه در ژاپن فروخته شد که این یک فروش موفقیت ها میز بود. اما از نظر استانداردهای های ژاپنی پر فروش نبود علا رغم تهدیدها علیه ناشران انجمن ناشران کتاب ژاپن در سال 1990 اعلام کرد از ناشران و فروشندگان کتاب حمایت می کند. اما برخی کتاب فروشی ها عمل کردند بنابراین در فروش رمان یا حداقل نمایش آن در ویترین کتاب فروشی تردید داشتند. سخنگوی ماروزن بوکس یک کتاب فروشی زنجیره ای در سال 1990 به ژاپن تایمز گفت که به دلیل سردرگمی های احتمالی قرار دادن کتاب روی پیشخان برای ما دشوار است. با تمام تهدیدهایی که از طرف مسلمانان به ناشران و مترجمان وجود داشت عرضه و تقاضای کتاب غیرقابل تصور بود به عنوان مثال تنها دو روز پس از صدور فتوای آیت الله خمینی در بهمن ماه 67 نسخه ای از رمان جنجالی آیات شیطانی را در کتاب فروشی های لندن موجود بود یا اینکه ترجمه فرانسوی آیات شیطانی در یک کتاب فروشی در رن در زمانی کمتر از شش ماه پس از فتوای جنجالی آیت الله خمینی دیده میشد سوء قصد نافرجام به جان اتوره کاپریولو مترجم ایتالیایی کتاب آیات شیطانی کاپریولو زادیگ 21 جوان 1926 در گذشته 26 ژانویه 2013 مترجم نمایش نام نویس و معلم محقق و استاد تاریخ تئاتر در مدرسه هنرهای نمایشی تئاتر پیکولو ایتالیا بود او در سال 1967 با جوزپ بارتولوچی و ادوارد فادینی تئاتر مجله را تأسیس و کارگردانی کرد. در ژوئیه 1991 او در خانه خود در ویا کورتاتون میلان مورد حمله قرار گرفت. مردی ایرانی که خود را از سفارت ایران در ایتالیا معرفی کرد، پس از درخواست تلفنی برای ترجمه کتاب اسلامی به زبان ایتالیایی با او قرار ملاقات گذاشت. این شخص ظاهرا برای بحث در مورد مسائل ادبی به خانه او رفت. وقتی کاپریولو به او اجازه ورود داد، مرد از او آدرسی را پرسید که در آنجا سلمان رشدی نویسنده آیات شیطانی پنهان شده بود، اما کاپریولو منکر اطلاع از محل اختفای رشدی شد. پس از آن مرد ایرانی چند لگت به او زد تا بتواند بعداً با چاقو به او حمله کند. او ضربات چاقوی متعددی بر وی وارد کرد. مترجم را از ناحیه گردن و سینه و دست مجروح کرد. پس از آن مهاجم کابریولای 61 ساله را که خونریزی داشت رها کرد و پابه فرار گذاشت خوشبختانه او زنده ماند سفارت ایران در ایتالیا همان زمان هر گونه ارتباط با این قضیه را رد کرد در خصوص این حمله هیچ شخصی در ایتالیا متهم نشد در حالی که به گزارش نیویورک تایمز مهاجم به کاپریولو گفته بود که ارتباط با کنسولگری ایران در ایتالیا دارد چند روز بعد مقامات ایتالیایی اعلام کردند که این حمله در ارتباط با ترجمه رمان آیات شیطانی سلمان رشدی نبود. <applause> ترور ناموفق عزیز نسین مترجم کتاب آیات شیطانی به ترکی عزیز نسین بهترین تنز نویس ترکیه بود که نوشته هایش در سر سر جهان خوانندگانی فراوان داشت. نام او با تنز انتقادی ژرف و دلیرانه مترادف شده است. عزیز نسین در 20 دسامبر 1915 در نزدیکی استانبول در خانواده ای تنگ دست به دنیا آمد و در محیطی مذهبی با پرورش سنتی بار آمد. اسم او محمد نصرت بود. در واقع عزیز نسین نام پدرش بود. او نام پدر را برای خود برداشت و آن را به معروفیت جهانی رساند. او در زندگی نامه ای که در سال 1964 نوشت، سرآغاز زندگی خود را با تنزیگو گویا چنین بیان کرد: پدرم در 13 سالگی از یکی از روستاهای آناتولی به استانبول آمد. مادرم هم وقتی خیلی بچه بود، از روستای دیگری در آناتولی به استانبول آمد. آنها مجبور بودند سفر کنند تا یک دیگر را در استانبول ببینند و با هم ازدواج کنند تا من بتوانم به دنیا بیایم. دست خودم نبود به همین خاطر در زمانی بسیار نامناسب در کسیفترین روزهای جنگ جهانی اول یعنی سال 1915 در جای بسیار بدی به نام جزیره هیبلی متولد شدم آنجا یک لاغ پولدارهای ترکیه در نزدیکی استانبول است از آنجا که پولدارها نمیتوانند بدون آدمهای فقیر زنده بمانند ما هم در آن جزیره زندگی میکردیم وقتی عزیز نسین مدرسه را به پایان رساند ورود به ارتش تنها امکانی بود که در برابر فرزندان خانواده های کم بزاعت برای ادامه تحصیل وجود داشت. عزیز نسین هم در استانبول به مدرسه نظام رفت و بعد تحصیلات نظامی را در آنکارا ادامه داد و افسر شد. اما به زودی معلوم شد که برای کار در ارتش لیاقت لازم را ندارد. او دوست داشت نویسنده شود و برای بیرون آمدن از ارتش نقشه می کشید. او در این باره گفته است از بچگی آرزو داشتم نمایش نام نویس شوم. در ارتش واحدهای پیاده نظام، توبخانه و تانک داشتیم اما واحد نمایش نام نویسی وجود نداشت. بنابراین به دنبال راهی برای خارج شدن از آنجا بودم و سرانجام در سال 1944 از ارتش آزاد شدم. نسین از اوان جوانی زوغ تنزگویی و استعداد داستان سرایی داشت خیلی زود قلم به دست گرفت و اولین مطالب خود را برای روزنامه ها فرستاد. از کودکی رنج و اندوه را شناخته بود و بزرگترین هنر را در این میدانست که دردهای زندگی را به حالت شوخی و به شکل دلنشین بیان کند. نسین می گوید از بچگی آرزو داشتم مطالبی بنویسم که اشک مردم را درآورد. با همین هدف داستانی نوشتم و آن را برای مجلعی فرستادم. سردبیر مجله آن را درست نفهمید و به جای گریه کردن قاه قاه خنده سرداد داد ولی بعد از کلی خندیدن مجبور شد اشکایش را پاک کند و بگوید عالی است باز هم از این داستان ها برای ما بنویس نسین در بیان تنظامیز مشکلات روزمره و رنج های عادی زندگی سبکی ماهرانه و منحصر به فرد داشت که هر روز طرفداران بیشتری پیدا می کرد. خوانندگان کارهایم به بیشتر چیزهایی که برای گریاندن آنها نوشته بودم میخندیدند. حتی بعد از آن که به عنوان تنز نویس شناخته شدم نمیدانستم تنز یعنی چه. حتی هنوز هم نمیدانم. تنز نویسی را با انجام دادنش یاد گرفتم. خیلیها یک جوری از من میپرسند تنز چیست که انگار تنز یک نسخه یا فرمول دارد. تنها چیزی که من میدانم این است که تنز موضوعی جدی است. به راستی هم تنز نویسی برای نسین بسیار جدی بود. او معمولا با کسانی در می افتاد که شوخی سرشان نمیشد و کینگ او را به دل میگرفتند. بارها دستگیر شد و به زندان افتاد. سردمداران نه تنها قلم او را سانسور و نامش را منع کردند بلکه به دنبال نابودی خودش بودند. بی تردید به تحریک محافل امنیتی بود که همکار و رفیق نزدیک او صباح الدین علی روزنامه نگار و تنس پرداز ترک و همکار عزیز نسین در سال 1948 هنگام تلاش برای فرار از چنگ معموران دولت ترکیه در مرز بلغارستان به ضرب گلوله معموران نهاد امنیتی کشته شد. نسین از سوه قصد جان سالم به در برد اما نزدیک 6 سال از زندگی را در گوشه زندان گذراند. عزیز نسین با تنزی صادقانه و در عین حال شجاعانه به دفاع از حقیقت می رفت. از حق مردم فرودست و ضعیف دفاع می کرد و ارباب زر و زور را به باده تنه و ریشخن می گرفت. با زبانی تند و تیز ناروایی ها و نابرابری ها را به نقد می کشید و با شجاعت عاملان آنها را نشان می داد. بیش از هر چیز دستگاه اداری، مقامات خودپسند و مدیران زورگو، دولت مردان بیشرم و زمامداران فاسد هدف تنزه رحمانه او قرار می گرفتند. عزیز نسین به زودی دریافت که با در آزادی های نیمبن در کشوری مانند ترکیه حرف ای پر خطر انتخاب کرده است. قدرت در دست کسانی بود که حقگویی را با داغ و درفش پاسخ می دادند. او برای روزنامه هایی کار می کرد که هر روز توقیف می شدند. دفتر آنها به تاراج می رفت یا به آتش کشیده می شد. در شرایطی که نسین با تنزه گیرا و گزنده اش محبوب ترین نویسندگی ترکیه شده بود، در زندگی بیش از دیویس بار به دادگاه احضار شد. او در سال 1949 به خاطر نوشتن تنزی سیاسی شاکی نامدار محمد رضا پهلوی شاه ایران و ملک فاروق دوم پادشاه مصر از عزیز نسین به دادگاهی شکایت بردند. در این پروسه شکایت تنز نویس نامدار محکوم شد و بیش از شش ماه در آنکارا به زندان افتاد. نسین در زندگی نامه خود نوشته است با بیش از دویست نام مختلف از سرمقاله و لطیفه گرفته تا گزارش و مصاحبه و داستانهای پلیسی برای روزنامه ها مطلب می نوشتم. همین که صاحب روزنامه متوجه می نام مستعاری مال من است نام دیگری می کردم. زندگی نسین همیشه با تهدید و ناامنی روبرو رو بود. بارها مجبور شد برای گذراندن زندگی به کارهایی مانند دستفروشی و حسابداری و عکاسی دست بزند. عزیز نسین نویسنده ای پرکار بود. در طول زندگی بیش از 100 کتاب داستان و شعر و نمایش منتشر کرد. نصر او را یکی از زیباترین و روانترین جلوه های ترکی نو می دانند که زبان ادبی را تا حد ممکن به شادابی و سرزندگی زبان مردم نزدیک کرده است. عزیز نسین با فروتنی پرکاری خود را به ضرورت امرار معاش نسبت داده و میگوید مردم تعجب می کنند که تا حالا بیش از دو هزار داستان نوشتم اما اینکه تعجب ندارد اگر خانواده ام به جای ده نفر بیست نفر بودند مجبور می شدم بیشتر از چهار هزار داستان بنویسم عزیز نسین تنها در میدان قلم صادق و صمیمی نبود در زندگی نیز شهروندی شریف و پاکدامن بود که صلاح و بهروزی هم خود را میخواست او در سال 1972 نهادی به نام بنیاد نسین پایه گذاشت و وظیفه آن را یاری به کودکانی دانست که به دلیل فقر و محرومیت به تحصیلات مناسب دسترسی نداشتند. از آن زمان بنیاد نسین به هزاران کودک آواره کمک کرده است تا جایگاهی شایسته در جامعه پیدا کنند. سالهای پایانی زندگی عزیز نسین با بالا گرفتن موج تعصب و بنیادگرایی اسلامی در سراسر جهان اسلام همراه شد. این پدیده به ترکیه نیز رسید و طبعا نویسندگان حقیقت جو و آزاداندیشی مانند عزیز نسین مردم را به پایداری در برابر آن دعوت کردند. بعد از انتشار فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی عزیز نسین فصلی از کتاب آیات شیطانی را ترجمه و منتشر کرد. او تصریح کرد که این کار را در درجه اول به خاطر دفاع از آزادی عقیده و بیان انجام داده است. برخی از محافل افراطی در ترکیه به ارتداد عزیز نسین حکم دادند و فتوای قتل او را صادر کردند. چندی بعد که تنز نویس نامدار برای شرکت در جمع نویسندگان آزادیخا به شهر سیواس رفته بود، ادهی از افراد متعصب و خشمگین روز دوم جویه 1993 پس از مراسم نماز جمعه به هتل محل اقامت او حمله بردند و ساختمان را به آتش کشیدند. در این ماجرا نسین جان سالم به در برد اما 37 نفر در آتش نفرت و نادانی سوختند عزیز نسین در ششم ژوئیه 1995 دو سال و چهار روز پس از فاجعه سیواس پس از یک جلسه کتابخانی در ازمیر با ایست قلبی درگذشت او در وسیعت نامی که از خود به جا گذاشت قید کرد که به هیچ دینی معتقد نیست و لذا به تشریفات و مراسم خاکسپاری اسلامی نیاز ندارد. جسد او به درخواست خودش در گوری بینام در روستای کودکان به خاک سپرده شد اصل دوم قانون اساسی جمهوری ترکیه معین کرد که حکومت این کشور لایک است و بر اساس اصل چهار قانون اصل لاییسیته تغییر ناپذیر است با این حال رمان آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی نه تنها در این کشور به فروش نمی رسد بلکه بر اساس تصمیم شورای وزرای ترکیه ورود این کتاب به کشور و ترجمه آن ممنوع است. البته این کتاب در ترکیه توسط یک تاریخ نگار به نام اورهان کل اغلو و بدون امضای مترجم و آن هم به صورت ناقص توسط ناشری که در لیست ناشران ترکیه وجود ندارد ترجمه و در اینترنت منتشر شده است. در این ترجمه قسمت هایی از کتاب که به فتوای آیت الله خمینی رب داشت حذف شده است اما بسیاری چه در داخل ترکیه و چه دیگر نقاط جهان این ترجمه ی بدون نام و حتی ترجمه هایی را که قبلتر در روزنامه های این کشور منتشر شده بود کار نویسنده شهیر ترکیه عزیز نسین دانستند عزیز نسین داستان نویسی بود که به خاطر زبان تنز و تندش و همچنین به خاطر مخالفتش با اسلام سیاسی در ترکیه به شهرت رسیده بود. اینکه چگونه ترجمه آیات شیطانی با عزیز نسین گره خورد و چرا فتوای قتل برای او هم صادر شد و چگونه یا هفت نفر به خاطر همراهی با او جان باختند بحث مفصل می طلبت. اواخر سال 1988 بود که کتاب آیات شیطانی به چاپ رسید. در این سال اثری از نام کتاب یا نویسنده آن در مطبوعات ترکیه نبود. اما در روزهای اول سال 1989 روزنامه های ترکیه خبر دادند که این کتاب علاوه بر آنکه به اسلام اهانت کرده است باعث شده مسلمانان در بسیاری از مناطق جهان از جمله در انگلستان دست به اعتراض در خیابان ها بزنند. مطبوعات تا عواسط فوریه به پوشش اتفاقات در این زمینه در سایر نقاط جهان بسنده کردند. در 15 فوریه روزنامه جمهوریت با انتشار متن فتوای آیت الله خمینی در مورد سلمان رشدی خبر داد که برخی کشورهای اسلامی نظیر پاکستان صحنه زد و خوردهای شدید شده بود. روز بعد برخی گروه های اسلامی ترکیه با نگارش نامه‌ای به تورگوت اوزال نخست وزیر وقت از او خواستند اجازه نشر و ورود این کتاب به ترکیه را ندهند. اما همزمان برخی ناشران در ترکیه گفتند که اگر کتاب به دستشان برسد و بپسندند آن را منتشر خواهند کرد. در هجده فوریه که نخست وزیر وقت ایران میرحسین موسوی به ترکیه رفت و با ترگوت اوزال دیدار کرد، موسوی ضمن اعلام اعتراض دولت ایران به ترکیه در خصوص پناهندگان ایرانی که در ترکیه علیه جمهوری اسلامی فعالیت می کردند، فتوای رهبر انقلاب در مورد نویسندگی کتاب آیات شیطانی را تایید کرد و گفت که کتاب را آوردیم و خواندیم. در کتاب بهتانهای سنگینی به حضرت محمد زده شده است. مجازات این بهتانها مشخص است و باید نویسنده به مجازات خود برسد. او همچنین تاکید کرد در پشت این کتاب ضدیت روزافزون کشورهای غربی با اسلام قرار دارد همین گفته کافی بود تا برخی از جریانهای معتقد به اصلاح دین در ترکیه به نوع نگرش مقامات ایران اعتراض کنند و چنین هایی را برخلاف مصالح اسلام بدانند مهمترین موضعگیری در مقابل فتوای آیت الله خمینی از سوی سازمان دیانت ترکیه انجام شد مصطفى سعید یازیجی اغلو رئیس این سازمان با انتقاد از این فتوا گفت که این حکم برخلاف دین اسلام است چرا که در این دین حکم بر اساس دادگاه و پس از استماع سخنان فرد داده می شود. اما او پنج روز بعد از انتقاد خود از فتوای آیت الله خمینی اعلام کرد که کتاب آیات شیطانی دروغ پردازی نیتمندانه علیه اسلام است و توهین به مقدسات در دایره آزادی بیان نیست. از این رو وی خواستار آن شد که این کتاب در ترکیه منتشر نگردد. عزیز نسین در زمان مطرح شدن فتوای خمینی رئیس سندیکای نویسندگان ترکیه بود. او پس از صدور فتوا و پیش از آنکه سازمان دیانت نظر خود را درباره کتاب بیان کند در پیامی که بیشتر روزنامه ها نیز آن را منتشر کردند نوشت که این کتاب باید در ترکیه منتشر شود البته سندیکا از گفته او حمایت نکرد عزیز نسین اما این خواست خود را به تنهایی و با مداومت بر زبان آورد خواستی که چهار سال بعد کم مانده بود بعد دست رفتن جانش ختم شود چهار سال بعد یعنی در دوم جولای 1993 جمعی دیویس نفره که بر تعدادشان هر لحظه افزوده میشد در مقابل هتل مادیماک در شهر سیباس ترکیه جمع شدند ما شریعت می ما دولت اسلامی می عزیز شیطان را فریاد زدند در این روز برخی از روشنفکران ترکیه برای برپایی مراسم پیر سلطان عبدال، یکی از شیوخ علویان ترکیه گرده هم آمده بودند عزیز نسین هم وارد این شهر شد و در گوشه ای از این مراسم نشست و روزنامه آیدین لیک و برخی از کارهای خود را برای دوستداران امضا می کرد. بسیاری از اسلامگرایان معترض حضور او در این شهر بودند. می گفتند او کتاب آیات شیطانی را در روزنامه آیدین لیک ترجمه کرده و به مسلمانان اهانت کرده است. مسئله ای که خودش در زمان حضورش در این مراسم آن را رد کرد. حضور او از یک طرف و تحریک گروه های اسلامگرا از سوی دیگر باعث شد تا مردم بسیاری در مقابل هتل محل اقامت او و دیگر روشنفکران حاضر در این مراسم جمع شوند. جماعت با سر دادن شعارهای دینی عزیز نسین را لن می کردند. در همین حال ادهی از معترضین از اتومبیل های پارک شده در مقابل هتل بنزین جمع کردند و این هتل را به آتش کشیدند. در نتیجه که این آتش سوزی 37 نفر کشته شدند اما عزیز نسین از این ماجرا با جراحت بسیار جان به در برد بعد از این واقعه عزیز نسین در یک مصاحبه خبری ضمن شرح ماجرا انتقاداتی هم به نحوی اداری کشور بیان کرد اگر وزیر دروغ بگوید روزنامه ها هم بالاجبار اجبار دروغ خواهند گفت اول وزیر کشور دروغ گفت رئیس جمهورم به این دروغ پیوست جمعیتی که آنجا بودند هشت ساعت و نیم فریاد میزدند ما شریعت میخواهیم دولت هیچ واکنشی نشان نداد و بعدتر گفتند عزیز نسین مقصر است خیلی سریح می گویم این بیشرفی است آنجا درون هتل شست تا هفتاد نفر محصور مانده بودند که دولت برای نجات آنها هیچ کاری نکرد این خود عجیب است هر روز با امتیاز بیشتری که به مرتجعین می دهیم به همراه آنها به دره سقوط می کنیم. این جملات دغدغه او را به خوبی نشان می دهد. عزیز نسین از ورود اسلام سیاسی به صحنه سیاست ترکیه اظهار نگرانی می کرد. او پیش از این نیز دولت را به خاطر تن دادن به شریعت محکوم کرده بود. نسین در نامه‌ی سرگشاده ای به ریاست جمهوری ترکیه درباره کتاب آیات شیطانی نوشته بود اگر در ترکیه آزادی عقیده وجود دارد و اگر در این کشور حقوق بشر رواج دارد شما چه حقی دارید بر اینکه توصیه سازمان دیانت را که در همراهی با تصمیم کشورهای اسلامی در ریاض حکم به وارد نکردن کتاب به ترکیه داده به قانون بدل کرده و عملی کنید نسین دوباره در چهارم جوان خطاب به دولت نامه دیگری نوشت و گفت که مسئله او این نیست که رومانی به نام آیات شیطانی منتشر شود بلکه مسئله این است که اگر ترکیه کشوری لایک است چرا اجازه نمیدهند که یک نوشته با هر محتوایی در آن منتشر شود. او از دولت با صدای بلند میخواست که اجازه نشر کتاب را بدهد. عزیز نسین نگارش نامه های خود را ادامه داد و به جز دولت از قوه قضائیه و مردم هم خواست که به این تصمیم بی توجه نباشند و تبعات این تصمیم را جدی بگیرند. چرا که این تصمیم آزادی های فردی و اصل لایسیته ترکیه را زیر سوال می برد. البته همین رفتار به علاوه انتشار پاره های از این کتاب در روزنامه آیدین لیگ انگشت اتهام را به سوی عزیز نسین نشانه رفت و همین هم عامل وقوع قتل عام مادیماک شد. نسین در حالی خواسته خود را فریاد میزد که قبل از وقایع هتل مادیماک تهدید جانی شده بود مسئله ای که در سی نوامبر 1993 در سحن علنی مجلس ترکیه نیز مورد گفتگو قرار گرفت. یکی از نمایندگان مجلس به وزیر کشور وقت از وضعیت عزیز نسین خبر داد. او گفت در ایران علیه شخص وی فتوا صادر شده و محکوم به قتل گردیده است. همچنین در ترکیه نیز ادهی ای این فتوا را مورد تأیید قرار دادند. او از وزیر پرسید که آیا مورد هدف قرار دادن کسی که در ترکیه قلم به دست گرفته آزاد است؟ وزیر در پاسخ این عمل را جرم دانست و عزیز نسین را زیر چتر حمایت دولت خواند و گفت او در استانبول توسط یک تیم مکانیزه سه نفره محافظت می شود. این داده نشان می دهد که پیش از وقایع هتل مادیماک او مورد تهدید بود اما شواهد حاکی از آن است که این تیم خارج از استانبول او را همراهی نمی کردند. احمد نسین پسر عزیز نسین میگوید یک روز صبح اندکی بعد از آنکه دوغو پرینچک از زندان آزاد شد بخشی از کتاب آیات شیطانی در روزنامه آیدین لک که صاحب امتیازش پرینچک بود و نسین هم در آن مطالب خود را می نوشت منتشر شد وی می گوید با وجود آن که می دانستم پدرم در حدی که بتواند این کتاب را ترجمه کند انگلیسی نمی داند باز از او پرسیدم که آیا این نوشته ترجمه ی توست اما با بیخبری پدر از چاپ این متن مواجه شدم احمد نسین گفت بعدها فهمیدم این نوشته ها را دختری به درخواست دوغو پرینچک ترجمه کرده بود بدون آنکه به خاطر شرایط موجود نظری از دیگر کارکنان این روزنامه بپرسد. این روزنامه در زمان انتشار بخش دوم ترجمه بر اساس تصمیم دادگاه جمع وری شد. انتشار ترجمه چهار روز دیگر هم ادامه یافت اما همه نسخه ها با دستور دادگاه جمع وری شدند. روزنامه کار جالبی هم انجام داد و در روز سوم به جای منتشر کردن ترجمه بخشی از ترجمه قرآن را اما با همین عنوان منتشر کرد ولی باز هم روزنامه را جمعوری کردند که این خود نشان میداد دادگاه بی آنکه متن منتشر شده را بخواند تصمیم به جمعوری روزنامه گرفته بود جدا از این توضیحات عزیز نسین چند روز پیش از آنکه روزنامه آیدین لیک بخشی از این کتاب را منتشر کند گفت من این کتاب را نخواندم رفتار من بر اساس کتاب آیات شیطانی نیست. این برای من در مقام دوم قرار دارد. مسئله من این است که ترجمه و نشر این کتاب در ترکیه ممنوع است. او ادامه داد که من مخالف این ممنوعیتم. ممنوعیتی که با تصمیم سازمان دیانت آغاز شد و دولت این را به حکم تبدیل کرد. اما بعد از انتشار ترجمه هایی از کتاب در روزنامه محمد نوری یلماز رئیس سازمان دیانت ترکیه گفت منتشر کننده مطالب فردی با عقده حقارت هست که در مدارس فراماسونری درس خوانده و از محبت اخلاق بی بهره است. وی گفت دلیلی ندارد که فردی این مسئله را چهار سال مدام مطرح کند مگر اینکه پشت آن نیت دیگری داشته باشد. واکنش ها به عزیز نسین فقط از جانب مسلمانان نبود. او با انتقادهای سلمان رشدی و ناشر آثار رشدی نیز مواجه شد. آنها مدعی شدند که نسین بدون آنکه حق نشر کتاب را خریداری کند به ترجمه و نشر آن دست زده. حتی او را به تحریک محافظ کاران ترکیه متهم کردند. عزیز نسین در نام این خطاب به ناشر نوشت هدف من از انتشار رمان سلمان رشدی نه خدمت به نویسنده و نه تحریک محافظ کاران ترکیه است. برای من پروژه سلمان رشدی اهمیتی ندارد. ما مشکلات خودمان را داریم و از آنها دفاع می کنیم که بسیار مهمتر از کتاب او هستند. عزیز نسین و سلمان رشدی بعد از این درگیری های قلمی در اواخر تابستان سال 1993 دیدار کردند. این دیدار در آلمان و تحت تدابیر شدید امنیتی انجام شد. در این دیدار این دو نویسنده چران که سلمان رشدی میگوید اختلافات را حل کردند و دلیل این موضع ها را اطلاعات اشتباهی اعلام کردند که به آنها داده شده بود. رشدی عزیز نسیم را مدافع شجاع ارزش های دموکراتیک دانست. این دو که در مقابل دوربین خبرنگاران ترک هم دیگر را ملاقات کردند، بنیادگرایی و تروریسم را محکوم کردند.